تجربی 1400، نپتونیوم 237-93 ایزوتوپ ناپایداریه که واپاشی اون از طریق گسیله. سه ذره آلفا و یک ذره بتا منفی صورت میگیره. سه تا آلفا یه دونه, بتا میده. میگه در این واپاشی هسته نهایی به ترتیب چند تا نوترون، چند تا پروتون داره. امیر، پروتون یعنی عدد اتمی اون ماده و نوترون یعنی عدد اختلاف بین عدد جرمی و عدد اتمی. دمت گرم. یعنی عدد نوترونی. دوست. خب شروع کنیم، موازنه کنیم. آقا نپتونیومونو اینجا میذاریم. بله. سه تا آلفا، یه دونه بتا و یه عنصری که من جدول تناوبی رو نگاه کردم توریومه. نمیخواد اسم عنصر رو حفظ باشید. شما جای این بذار ایکس. نمیدونین اصلا. نمیدونیم. ما عددا رو میخواد. بله. موازنه کنیم. خب. اول بالا. این 237 خب تو بالا، طبقه بالا باید باشه 3-4 تا 12 تا 12 به علاوه 0 به علاوه یه چیزی. خب چی به علاوه 12 میشه 237؟ 225. تمام شد. یعنی 237 رو منهای 6 کرد، منهای 12 کردیم. 225 میشه عدد جرمی اون عنصره. درست. حالا اسمش هم ول کن. اما پایین 93 میشود 3-2 تا 6 تا منهای یکی 5 تا. پس این بردارین 93 تو طبقه پایین. بله. این بردارین 5 به علاوه نمیدونیم. خب 88 که با 5 میشه 93. پس اونم چیه؟ 88 عدد اتمی مادهمونه. خب حالا عدد نوترونی پروتوناشه. آها. خب پس یه لحظه، الان پروتون باید 88 باشه. آره. خب این 87 هیچی، این 88 این گزینه بمونه. نمیدونی. 3 هم هیچی، یا 2 یا 4. خب. حالا بریم سراغ نوترون. نوترون میشه این منهای این. خب اختلاف بگیریم میشه میشه 138 از این میشه 68 1537. آره 137 گزینه 4 و 88 نوترون پروتون. تجربی 1400، نمودار مکان زمان متحرک مطابق شکل زیر است. تندی متوسط در کدام یکی از بازه‌های زمانی مشخص شده در گزینه‌ها بیشتره؟ بچه‌ها تندی متوسط میشد مسافت به دلتا تی. خب پس یه چیز اینجا می‌نویسیم، ال به روی دلتا تی. آقا گزینه‌های تو دلتا تی نیستن. بازه زمانی اولی هم 2 ثانیه است، بعدی 6، این 8، اینم 4 ثانیه. یعنی مخرجا رو بهت داده. درست. اما صورت رو تو با از رو مخرجا بیاری رو نمودار در بیاری. چاره‌ای که نیست. خب نمودارم بدبختانه قسمت ایکسش کیفیه. عدد نداره. عدد نداره. چقدر تو کلاس گفتم این مسیر حرکت نیست. خیلی گفتم. بنابراین یادتون باشه. این مسیر نیست، اما یه چیزی رو به تو میگه. میگه چجوری متحرک رو محور ایکس ها جا حرکت کرده. مثلا اگه دلت پاک باشه، خب به این نقطه میگه چی؟ محل شروع. شروع ایکس صفر. درست امیر؟ این چیه؟ ایکس متحرک در چی رو بهت میده؟ دو ثانی. آفرین. ولی جای متحرک که اینجا نیست، در واقع اینجاست. بله. درسته. اگر من به تو بگم از 0 تا 2 ثانیه تو چجوری حرکت کردی، مسیرت نشون بده چی؟ مسیر رو میخوایم میریم رو محور X. آفه. میگیم اینجا بودیم، الان اینجاییم، با یه پاره خط اینا رو با هم وصل میکنیم. حالا به صورت بردار، یعنی تو دلت میای از این لول صاف میای پایین به اینجا. صاف. یعنی این یه ذره، بچه این کوچولو رو نگاه کنین، یه کوچولو میبینین؟ اینو میگه امیر نرفت سراغ این، چون میدونه این مسیر نیست. امیر بگو ببینم تو 6 ثانیه جسم کجاست؟ تو لحظه 6 میزنیم به نمودار، این میشه مکان. دمت گرم. یعنی در واقع جای جسم اینجاست ولی نمودار اینجاست. حالا اگه من به تو بگم از 2 تا 6 ثانیه حرکت رو به من نشون بده، تو اینجوری میری؟ نه. چی میگی؟ 2 ثانیه این لولیم، 6 ثانیه این لولیم. یعنی الان اختلاف بین این هاست. البته اختلاف نمیگم، میگم اینها رو با یه بردار به هم وصل میکنیم. آفرین. که مسیرمون رو میخواد فقط نشون بده. یعنی از پایین میریم به بالا. بالا. کج میریم؟ نه، رو محور ایکس ها صاف. آفرین. حالا اینو اینجا هم بکشی اب نداره، ولی اینطوری نرو، این میشه حرکت تو. بله. درسته امیر؟ حالا از 6 تا 10 ثانیه چیه؟ توی این 4 ثانیه، توی 6 ثانیه این لولیم. آها. توی 10 ثانیه این لولیم. خب بخوایم نشونش بدیم، از اینجا اومدیم اینجا. حالا اینو میتونیم اینجا هم نشون بدیم که بهتر باشه. البته دلت میخواد اینجا هم نشون. آره. بده. خیلی مون صاف بیا پایین. اوکی. کج نیا، این کارا نکنینا، عصبانی میشم. خب آقا تازه میخوایم گزینه بررسی کنیم. این چی میگه؟ گزینه یک میگه آقا من از کیم؟ 0 تا 2. میگه داداش مخرج 2ه. تمام. اما الت از 0 تا 2 ثانیه کاشف به عمل اومد که این ال دیگه. ببخشید. ال تقسیم بر 2 این اسمش چیه؟ تندی متوسط. شرمنده ها، این خیلی کوچولو، چاره نیست. گنگرم همین. من این شکل رو کپی پیست کردم از گنگرم. خب این میشه گزینه 1.
گزینه دو یا از این بیشتره یا کمتره. یا کمتره. فوتبال محله بازی میکردیم برنده به جا. هر تیمی میبرد برنده با تیم میومد بازنده میرفت. یکی رو در میکرد دیگه. برنده به جا، برنده به جا، تا بالاخره برنده نهایی معلوم شه. خب. حالا دومی. برو بریم. 0 تا 6 بازی بعدیه. یعنی دلتاتی چقدره؟ 6 شده. مخرج 6. اما امیر نگاه کن از 0 تا 6 به بچه‌ها بگو چجوری حرکت کردی. توی 0 در واقع به این صورت اومدیم پایین، یعنی از 0 تا 2 اینو اومدی پایین. از 2 تا 6 ثانیه یه مدل دیگه حرکت داشتیم، از اینجا رفتیم به اینجا، یعنی حالا نمیدونیم چقدر، ولی به صورت بردار نشون میدیم اینه. توی این 4 ثانیه حالا در کل بخوایم نگاه کنیم، یه انقدر اومدیم پایین، یه انقدر رفتیم بالا. مجموعش میشه مسافت. اسم این مسافته، یعنی اینی که اومدی و اینی که رفتی جمع کلا. آقا بیا، اینی که اومدی، اینی که رفتی. اوکی. تقسیم بر چی؟ دلتا تیمون که 6 ثانیه. خب بیا یه برنده به جا بزنیم تو محلمون ببینیم چی شد. بچه‌ها الان 2 تو مخرج، اینجا شده 6. 3 برابر شده. مخرج 3 برابر شده. آره. اگه صورتم 3 برابر شه، کس تغییری نکرده. اگه بیشتر از 3 برابر شه، کسر بزرگتر شده. اگه کمتر از 3 برابر شه، کسر کوچیکتر و حذف میشه. حالا چی میگی تو؟ خب این خیلی تابلو صورتش خیلی بیشتر از 3 برابر اینه. راست میگه. اگه این میخواست 3 برابر شه، یه دو تا انقدی باید روش اضافه میشد. نه خیلیه. این خیلیه. این جایگزین میشه. گزینه 1 هیچی، حذف. یعنی این حذف. به عبارتی آقا مخرج این کس شد 3 برابر، صورتش خیلی بیشتر از 3 برابر. پس فعلا 2 هست. این فعلا تو محل. بریم ببینیم با 3 وضعیتش چجوریه. گزینه 3. 3 میگه تو بازه 2 تا 10 ثانیه. آقا 2 تا 10. 2 تا 10. یعنی این. آفرین. این یعنی این که تو اول رفتی بالا، بعد اومدی پایین. جمع اینا میشه مسافت. مسافت تقسیم بر دلتا تی. 8. 8 ثانیه. ایول. حالا این دوتا رو مقایسه کنیم. یاد باشه این برنده بودا. اوکی. خب امیر 6 شده چقدر؟ 8. آقا چه بهش اضافه شده؟ زیاد شده. دو تا بهش اضافه شده. دو در مقایسه با 6 مثل چقدره؟ 1/3. تقریبا 33%. یعنی انگار 33% به مخرج اضافه شده. صورت رو نگاه کن. خداوکیلی 33% اضافه شده. خیلی بیشتر. این خیلی دو تا بردار یه لحظه نگاه کنی. آره. اینو این قبلا بوده، اینو این. یعنی شما در واقع اینو اینجا داری. خب ولی اگه 33% بود یه کوچولو باید بهش اضافه میشد. خیلی اضافه شد. خیلی بیشتره، یعنی از نصف بالاتره. 33% از نصف کمتره. اما این اضاف از 3 از 33% از نصف بیشتره. نه اینم مثل این که برنده است. گردن کلفت محل معلوم شد. رشد صورتش نسبت به رشد مخرجش بیشتره. پس دو هم هیچی، فعلا 3 جوابه. فعلا گردن کلفت حالا بریم سراغ 4. 4 میگه بازمون 6 تا 10. آقا 6 تا 10 یعنی شما از این کله به این کله که اینجوری هم که نمیری، اینطوری میای پایین. یعنی این بردار. ایول. اینو برداریم بیاریم بذاریم تو صورت. بسیار خوب. بذار من یه قلم بگیرم. مخرجمون هم میشه 4 ثانیه. تمام شد. پس مخرج 4 ثانیه است. به قول تو این اینم می‌نزیم اینجا. خب بیا اینو با این مقایسه کنیم. امیر از اینجا به اینجا مخرج چی شده؟ 4 به 8 این 2 برابر. حالا صورت رو نگاه کن، اینو ایجام داری. درسته؟ اگه میخواستین دو برابر شه باید یه دونه عین همین اینجا داشت. میبینی؟ ولی بزرگتره. ولی بزرگتره. یعنی خدایی الان این صورتش بیش از دو برابر اینه. ولی مخرجش فقط دو برابر. یعنی صورت این رشد بیشتری داره. ولی مخرجش اونقدر رشد نکرده. پس بازم این نسبت که میشه تندی متوسط برای این بیشتر از این میشه. یعنی گردن کلفت 3 میبره بازی رو. 3 برد بازی. 4 هم باخت. گزینه 3 یعنی بازی 2 تا 10، 2 تا 10 جوابه. چاره ای نداری. مجبوریم همینجوری حلش کنیم. این جنس سوالش کیفیه. دیدین چیکار کردیم؟ مقایسه مخرجا رو یاد گرفتی، این چقدر رشد کرده، اون چقدر افت کرده. اینا رو باید خوب بتونی سر جلسه انجام بدی. درک خیلی زیادی لازمه. امیدوارم خیلی عالی یادش گرفته باشی. تجربی 1400 نمودار سرعت زمان متحرکی که روی محور X حرکت میکند مطابق شکل زیر قسمتی از یک سهمیه. سهمیه خیلی مهمه. سهمی خاصیت داره. میگه کدام مورد درسته؟ یکی یک. گزینه 1 در بازه 0 تا تی 1 میشه نشون بدین؟ 0 تا تی 1 یعنی این تیکه نمودار درسته؟ شما فقط حواست به این باشه. خب. میگه تندی در حال کاهشه. تندی یعنی اندازه سرعت. منظورش اینه که حرکت کندشونده است. آفرین. ببینید آقا ما به شما گفته بودیم تو نمودار وی تی اگه نمودارم میبرتی دور شه تند میشیم، اگه بهش نزدیک شه تند میشیم. تند میشیم. آقا سفتای تی کو نگاه کنیم چی میبینی؟ نمودار داره از محور تی دور میشه، داره تند میشه. آقا خدا این کند نشده، اشتباه گفتی. یک غلط.
دو میگه بزرگی شتاب در لحظه صفر و تی دو برابر. آقا شتاب چیه نمودار ویتیه؟ شیب. پس ما تو لحظه صفر یه شیبی داریم، قراره این شیب رو با شیب اینجا مقایسه کنیم از لحاظ اندازه. درسته. بریم سراغ خاصیت‌های سهمی که اینجا قرمز کردیم بدونیم سهمیه. این اسمش رأس سهمی. درسته. اسم این محور تقارنه، یعنی این ور سهمی با اون ورش با فاصله های مساوی این همان شیبشون یه اندازه است، یکی مثبت یکی منفی. آره. ارتفاعشون یکیه. بله. مثلا شما اگه اینجا یه شیبی داری تو نقطه روبروت هم همون شیبو دقیقا داری ولی با منفی. آره. یعنی اگه من به تو بگم بزرگی سرعت تو اینجا با ببخشید بزرگی شتاب چون شیبشه با بزرگی شتاب تو اینجا چقدره مقایسه کن، میگی اندازش برابره، میگه همون شیبو داره فقط منفیه. تازه بزرگی سرعتش هم یکیه چون این نقطه مقابل اینه. درسته. ویشون یکیه میبینی؟ بله. همین یه سوال و فقط یه چیزم بگم قبل سوال. ببو. این تی یکه اینجا هم قطعا تی یکه، بله تی یکه یعنی دو تی یکه. مرسی که گفتی، اینم خیلی مهم بود. نقطه متقارن یعنی همین، راست میگه امیر. اگه این تی یکه این الان دو تا تی یکه. بگذاریم. امیر تو رأس سهمی شیب چقدره؟ صفر. یعنی من اگر از اینجا بیام به اینجا شیبم اندازش زیاد میشه. بله. از اینجا بیام اینجا بازم زیاد. قانون اینه از رأس سهمی هر چی دورتر شی شیب بیشتر و بیشتر میشه. من از اینجا به اینجا بیام یا از اینجا به اینجا بیام یه شیب دارم چون یه اندازه دورم. بله. ولی از اینجا بیام به اینجا چی؟ نه، این فاصله نسبت به این فاصله بیشتره، یعنی خیلی از رأس دور شدم. پس شیبی که تو تی دو دارم با شیبی که توی صفر دارم، صفر بود توی صفر داشتم، یکی نیست، خیلی فرق دارن. بیشتره. این بیشتر از اونه چون از رأس سهمی دور شدی. درست. و هر چی دورتر شیب بیشتر. بیشتر. بزرگی شتاب شیب اینجا بیش از اینجاست، اینجا بیش از اینجاست. دو هم هیچ برابر نیست. غلطه آقا. سه میگه در بازه، حالا این دفعه بازه لحظه داده بود. آره؟ حالا تو بازه این دو تا رو باز بزنم، خطشون بزن. در بازه 0 تا تی 2 صفر تا تی دو، صفر تا تی دو این تیکه میگه شتاب خلاف جهت محور ایکسه، یعنی شتاب منفیه. آقا شتاب چیه نمودار ویتی بود؟ شیبش بود. پس میگه شیبش منفیه. چک کنیم از صفر تا تی یک نمودار اینجا شیبش مثبت، سعودیه، این شیبش منفی نیست، بعدش شیبش منفیه. غلط. اگه میخواست اینو درست بگه میگفت از تی یک تا تی دو شیب منفیه. بله. ولی نه، گفته از صفر، این تیکش غلطه. یا میتونست با یه بیان دیگه بگه. آره. بگه صفر تا تی یک شتاب در جهت محور ایکسه، اینم یه گزینه درست میشد اون موقع. ولی اینجوری خیلی غلطه. چهار. چهار جواب دیگه. میگه بزرگی شتاب متوسط در بازه تی یک تا تی دو بیشتر از بزرگی شتاب متوسط تو بازه صفر تا تی دوه. بذارید یه مرور بکنیم جوونی دیگه. آقا کلن تو نمودار وی تی اگر شما یه نمودار اینجوری داشته باشید، مثلا امیر من در لحظه تی یک و در لحظه تی دو به عنوان ابتدا و انتهای نمودارم یه بازه تعریف میکنم دنبال شتاب متوسطم. درست. بگو ببینم شتاب متوسط چی بود؟ شتاب متوسط میشد دلتا وی به دلتا تی، یعنی یه تغییر سرعت به یه دونه تغییر زمان. ما چیکار میکردیم برای میومدیم برای کلن متوسط ها از مثلث استفاده میکردیم. ایوه. یعنی نقطه اول رو با نقطه اول با نقطه آخر رو با یه مثلث به هم مرتبط میکنیم. آها، یعنی تو میگی این نقطه رو با این نقطه اول به هم وصل میکنیم بشه وتر، بعد مثلث میزنیم. ایول حالا توی مثلثه تو چی میبینی؟ حالا توی این مثلثه این میشه دلتا وی ما، اینم میشه دلتا تی ما. آها، یعنی تو اینجا شیب وتر رو پیدا میکنی. دقیقا. خب بگو ببینم الان با چیکار کرد؟ بریم سراغ بازه یک، یعنی تی یک تا تی دو. توی تی یک ویمون این مقداره. وایسا وایسا رنگمون خیلی داغونه، یه رنگ مشتی بگیریم. آها، تی یک این مقداره. توی تی دو خب همین مقداره. آره. حالا این دوتا نقطه رو با یه پارخط وصل کنیم، یه مثلث بزنیم. آها. شیب این میشه شتاب متوسط. امیر معتقد شیب این خطه که وتر این مثلث شتاب متوسط توی این فاصله است، یعنی 100 درصد. بعد دیگه چه بازه‌ای داریم؟ بازه بعدیمون از شروع از صفر تا تی دو. آها، یعنی صفر اینجایی. آره، یه نقطه اینجا، اون یکی چی؟ توی تی دو هم همینجا. آها، پس این میشه چی؟ میشه اون وتر مثلثمون. پس مثلث دوم هم میزنیم. خب خیلی میشه خوب، صورتی حدودن. خب الان خیلی واضحه سفیده نسبت به صورتی شیبش بیشتره، بزرگیش. چون مثلثش ایستاده تره، وایستاده تره، پس پرشیب تره.
باز تاکید میکنم کلمه بزرگی رو اینجا گفته، یعنی اصلا به منفیش توجه نکن، فقط به قول امیر بگو این مثلث ایستاده تره، شیبش بیشتره. خب بیشتره دیگه، گزینه 4 جواب درسته دیگه. که حالا اینو بگم بچه‌ها، گزینه 1 2 3 رو تحلیل کردیم، وقتی دیدن غلطه 4 دیگه جواب دیگه. آره ولی بچه‌ها یه چیزی بگم، این هشداره، یه موقعی میبینید سجاسه اینه دیگه، گزینه 1 و 2 درستن، گزینه 4 نوشته هر هم گزینه 1 هم گزینه 2، اون موقع دیگه باید حواست جمع. تا یه گزینه درست دیدی نزنید تا آخر، بیاین ببینید آخر بقیه گزینات چی میگن، شاید آخرش مثلا گفته هر سه تا گزینه، ای وای من فقط اولی رو دیدم درست زدم، اومدم بیرون دیدم گزینه 4، حواست جمع کن، هول نشو. دم شما گرم. تجربی 1400 میگه متحرکی روی محور X در حال حرکته، بردار شتاب متوسط در بازه 5 تا 10 ثانیه منهای 4 آی. پس یه شتاب متوسط تو بازه 5 تا 10 داده، در بازه 10 تا 12 دو آیه. یه شتاب متوسط دیگه داده، دوباره یکی دیگه داده، بردار شتاب متوسط در بازه 5 تا 12 بگین کدومه، اینو میخواد. بچه لحظه های مهم شما 5 10 12. آقا برای اینکه شتاب متوسط داشته باشین شما باید بدونین که یه دلتا وی رو باید به یه دلتا تی تقسیم کنیم. خب آخر قضیه که میگه شتاب متوسط چقدر است، دلتا تی رو به زبان بی زبانی داده، دلتا وی رو میخواد، دلتا تی رو داده یا نه؟ آره هفته. خب به قول تو دلتا وی رو میخواد، یعنی بذار رو تمامش کن دیگه. آدر. پس این 7 ثانیه تو مخرج داده شده. به قول امیر میگه آقا دلتا وی یه جور برمون در بیار که بتونی شتاب متوسط رو به ما بگی. خب دلتا وی یعنی یه وی آخر میخوایم، یه وی یا اگر نه اختلافش رو حداقل میخوایم. شاید ندونی خودشون چقدرن ولی باید یه جوری بفهمی چقدر اختلاف دارن. درسته. اون مهمه. آره. چیکار کنیم؟ خب بریم سراغ نمودار وی تیمون و لحظه های مهم رو روش نشون بدیم، بعد حالا بقیه بحثا رو ببینیم. یعنی جمله بسیار حکیمانه ای گفت. خب آقا این نمودار وی تی، لحظه هامون هم بیاریم. آره. امیر بیا ما لحظه هامون رو نام ببریم. 5 10 12 5 10 12. حالا یه سوالی جانم، سرعتت اون اول گفته چقدره؟ سرعت سوال رو میبینیم؟ نه، شروع کرده گفته بردار شتاب متوسط منهای 4 آیه، هیچی نمیدونی تو یه بازه. اما یه سوالی جانم، دل پاک اینو طرف وسط این کن. خب تغییر سرعت مساوی میشه با آبار در دلتا تی، یعنی تو اعتقاد داری اگر تغییر سرعت رو بخوای باید یه شتاب متوسط به اون بنده خدا بدی؟ بله. یه دلتا تی هم بهش بدی؟ خب الان چی میبینی تو؟ همه رو داریم آقا، جنسمون جوره. بگو بگو. 5 ضرب در منهای 4 آی. ایول، یعنی اینجا منهای 4 ضرب در 5 میشه چقدر؟ 20. منهای 20. منهای 20، یعنی سرعتت هر چی بوده 20 کم شده. کم شده، خیرشو ببینی. تمام آقا، منهای 20 یعنی تو هر چی بودی توی لحظه 5 رو گرفتین وی، الان شده ویه؟ منهای 20 تو لحظه 10. در سال 1320 رفتم خونه دیدم کسی نیست. خب شد چی؟ ویه؟ ای خدا. منهای 20. خب حالا میگم فکرم خود چی بگم. خب حالا ادامه بدیم. امیر بقیهش بگو ببینم من بلد نیستم. خب بعدی بازه زمانی بعدیه. بازه بعدی 10 تا 12. او خب دلتا تیمون 2ه. یعنی این 2ه. خب آبارمون دعایه. دو تا 4 تا. قدیم میگفتن زندگی دو تا 4 تا است. آقا دو تا 4 تا. چقدی الان؟ توی لحظه 10 وی منهای 20 هم 4 تا اضافه کن، توی 12 ثانیه باید بشه وی منهای 16. خیرشو ببینی. حالا ببینم تو از 5 تا 12 رو نمودار کجا و کجایی؟ 5 اینجا، آها 12 اینجا، دو تا نقطه معلومه. یعنی اینا رو یه جوری به هم وصل می‌کنی که یه چی بهت بدن؟ یه شتاب متوسط، یعنی یه مثلث بهت بدن. آفرین، که این به تو یه دونه چی بده؟ دلتا وی. اینم به تو یه دونه دلتا تی بده. دلتا تی رو که 10 بار گفتم، یعنی 5 12 کم کن 7، این هفته. تمام. خب دلتا وی چقدره؟ دلتا وی این دو تا رو کم کنیم دیگه، منهای 16. پس میشه منهای 16 هفتم. یه آی هم بذار کنارش که شیک بشه. 2. تمام. حله. تجربه 1400 نمودار مکان زمان دو متحرک آبی مطابق شکل زیره، میگه اگه در لحظه 0 فاصله دو متحرک 150 متر باشه، تندی متحرک آ یعنی قرمزه دو برابر بی باشه، فاصله دو متحرک در لحظه 20 ثانیه چند متره؟ بچه ها نمودار XT میبینید درسته؟ بله. خود مکانا رو میبینید؟ بله. میگید ب از مکان مثبت شروع کرده،
با سرعت منفی. بله. آ از مکان منفی شروع کرده با سرعت مثبت دو برابری. دو برابری آفرین. یعنی شیبه این دو برابر شیبه اینه. اوکی. اما یه چیز مهمتر، فاصله این دوتا متحرک تو ابتدای ابتدا، یعنی فاصله x0 این از x0 این، گفته در تی مساوی با صفر که همون فاصله اولی است 150 متره. این 150. اینجا فاصله شون چقدره؟ تو نمودار XD برخورد دو نمودار یعنی رسیدن به هم، یعنی هم مکانی. یعنی اینجا متحرکا به هم دیگه رسیدن. بعد از هم دوباره دور شدن. و ما میخوایم ببینیم تو 20 ثانیه چقدر از هم دیگه فاصله دور شدن. گرفتن. دعوا سر اینه دیگه. یعنی تمام بدبختی من اینه، اینو بدونم. درست. حله؟ بگه خیلی خوبه. به درست روی X مساوی با صفر نگاه کنیم. وقتی یه چیزی محور تیر رو قطع میکنه X چقدره؟ صفر دیگه. بعد جای A رو بدونم. درسته. طرف الان میگه ای خدا اگه معادله اینو داشتم در میاد. خاره اگه من یه کاسه ماس میریختم دریا دوغ میشد. چی میشد؟ نمیشه. نمیشه. مشکل دقیقاً اینه. کجا میخوای اینو بیاری؟ خب حالا گوش کامنت بگم. بی خیال معادله و راه ریاضی. بریم سراغ هندسه کار. یعنی بریم سراغ آناتومی گوزن. اینجا رو نگاه کنید. این مثلثی که الان براتون سفیدش میکنم. اوکی. درسته؟ هر چی میره جلوتر به رأس خودش نزدیکتر میشه. اینجا یعنی متحرکا به هم دیگه رسیدن. یعنی اینقدر ثانیه اگر بگذره این 150 متر میشه هیچ. یعنی صفر. یعنی متحرک ها در عرض تی ثانیه به هم میرسن. چقدر؟ جا به جایی نسبیشونه 150 متر. به قول ساده تر 150 متر به هم دیگه رسیدن یا جا نزدیک شدن. نزدیک شدن. بعد از اون اصلا چی شدن؟ دوباره دور شدن. آقا ما نمیدونیم اما تو دلمون میگیم تو لحظه 20 ثانیه هم قطعا یه مثلث دیگه هست که قاعدش همونیه که ما از خدا میخواییم. حتی نمیدونیم چند ها ولی میخواییم. اما یه چیزم هست، این مثلث با این مثلث کله به کله، یعنی یه زاویه چی دارن؟ متقابل به راست دارن. تازه قاعده هاشون هم چون این یه خطی موازی محور ایکس ها دیگه پس قاعده هاشون با هم دیگه موازی هست. یعنی اگه موازی موازی مورب مورب بزنی این زاویه ها برابر میشه. یعنی این زاویه با این برابر میشه، این با این برابر. یعنی میگه داداش میدونی چیه؟ راست شو بخوای همه زاویه های ما با هم برابره. خب پس داداش این دوتا متشابه. پس این گفت ما با هم متشابه هستیم و تمام. اما یه سوال، این نمیدونیم نسبت تشابهش چنده. نسبت تشابه یعنی نسبت طول ها. مثلا فرض کن یواشکی یکی میاد از اون پشت به ما میگه آقای کامیار چه نشستی که ارتفاع این مثلث ستاره است. خب و خبر رسیده ارتفاع این مثلث دو ستاره است. یعنی نسبت تشابه این مثلث با این مثلث میشه دو. یعنی همه ضلعای این مثلث و همه طولهای این مثلث دو برابر اینن. پس یعنی قاعده این که 150ه، میخوایم قاعده این مثلث رو پیدا کنیم باید 150 رو ضرب در دو کنیم بشه 300. تمام شد. اگه بدونیم این دو برابر اینه، یا مثلا فرض کن میدونیم این 3 برابر اینه، یعنی این 3 ستاره است، اون یه ستاره است، اون 3 ستاره. پس یعنی تمام اضلاع و طول‌های این 3 برابر اینه. یعنی ای قاعده این 150ه، قاعده این 450. تمام شد. اما یه مشکل، از کجا ما میدونیم این چند برابر اینه؟ دقیقاً مشکل همینه. یعنی فهمیدین من دنبال نسبت تشابه می‌گردم. و نسبت تشابه یعنی این، یعنی شما این فاصله رو و این فاصله رو باید پیدا کنیم. درسته. و با هم دیگه مقایسه کنیم. حالا مقدارش مهم نیست، نسبتش مهمه. بیا یه عدد شانسکی من مثال بزنم. فرض کن این لحظه 7 ثانیه است. خب یعنی امیر جان از اینجا تا اینجا چقدره؟ 7. 7. حالا این چقدر میشه؟ 13. تمام شد. یعنی نسبت قاعده ها چنده؟ 13 به 7. پس قاعده ای 13 7 تو بینه. 150. تمام شد. 13 7 تو 150. این لحظه خیلی مهمه. خب بریم پیداش کنیم. حالا بذار یه چیزی بگم. سوال چیا گفته؟ آره دیگه یه چیزی گفته دیگه، ها می‌خواستم بگم. راهنمایی بده دیگه. آره این خط میدونی با این خط شیبشون برابر نیست. اگه برابر بود آفرین. اگه برابر بود میشد متساوی و ساقین. چون تو متساوی و ساقین میدونی ساق‌ها با قاعده یه زاویه می‌سازن. بله. بنابراین این راست درست اینجا رو می‌کرد وسط. یعنی نصف میشد. نصف میشد. ولی این نصف نمیشه. به خاطر اینکه شیبه این دو برابر اینه. درسته. خب حالا بریم سراغ مبحث شیرین شیب‌شناسی. بریم. بریم. بزن اونو ببینم. آماده باشین. به به. خب این دوتا مثلث با آدم حرف میزنن. الان تو میگی چی میگن؟ الان بهت میگم چی میگن.
این مثلث میگه داداش من نگاه کن، اولا که با این ضلع روبرومون یکیه، یعنی ارتفاع این مثلث با ارتفاع یکی مثلث برابره. قاعدش هم من یکی نقطه گذاشتم بگم برابره. پس یعنی قاعده این با این، ارتفاع این هم با این برابره، یعنی شیب وتر این اگر ام باشد برای این هم امه. خب اما یه سوال، شیب یعنی چی؟ یعنی ضلع عمودی به ضلع افقی. قبول داری یا نه؟ بله. امیر تو این شکل ضلع عمودی این هیچ فرقی کرده؟ ارتفاع همون ارتفاع عمودی مثابته. پس این هیچ فرقی نکرده. خب اما این قاعده چی شده؟ اما افقیمون این دو برابر این شده، یعنی مخرج شده چی؟ دو برابر. پس شیب شده یک دوم نصف. یعنی اگه این امه این نفسشه، ام دوم. این چی؟ قاعده این یکی یعنی افقیه شده سه برابر این، اما عمودی هیچ فرقی نکرده. پس شیب این ام باشه، شیب این میشه ام سوم. ایول یاد گرفتید؟ قصه اینه کلا. حالا برگردیم به بریم مثلثمون اینجا درست کنیم. مثلث این مثلث سبز رو خوب نگاه کنیم بچه ها. به این مثلث نگاه کنیم، بهم نگاه کنیم. امیر اینجا یه مثلث می‌بینی؟ آره. اینجا هم کی می‌بینی؟ دو تا قائم الزاویه. انگار روبرو هم. بذار یکیشو آشور بزنم، اون یکیو نزنم. حله یا نه؟ اوکی. دقیقاً ضلع روبروی این با ضلع روبروی اون یکیه. یعنی عمودی یکیه. اما یعنی ارتفاع دست نخورده. آفرین. اما شیب اینم می‌دونی چند برابر اینه؟ گفته دو برابر. یعنی میدونیم شیب این دو برابر اینه. یادت این شکلو شیب این دو برابر این بود و شیب این نصف این بود و قاعده این دو برابر این بود، دقیقاً هم و ارتفاع این با این برابر بود. این میگه آقا قاعده من دو برابر اینه، پس شیب من نصف اینه. یعنی اگه من مثلا شیبم ام باشه، این باید دو برابر من باشه، یعنی دو ام. یعنی این تیپ قاعده و این عمود به تو میگه شیب این تو برابر اینه، که ما میایم از روی نسبت شیبا به نسبت قاعده ها میرسیم برای اینکه توی این بازه دقیقا بتونیم راجع به زمان صحبت بکنیم. یعنی این قاعده ها خیلی مهمن. یعنی ما مهندسی معکوس میکنیم، میگیم اگر عمود یکی باشه قاعده دو برابر شیب نصف. درست. حالا که شیب نصفه پس قاعده چیه؟ دو برابر. تمام شد دیگه. از اون ور بیا. حالا آقا به من نگاه کن. الان اینجا شما یه دلتو پاک کن قشنگ، از اینجا تا اینجا رو یه نگاه بنداز. جوون از 5 تا 20 چقدره؟ 15 واحد. خب این 15 واحد چند تا نقطه شده؟ به سه قسمت تقسیم میشه، یعنی میشه هر نقطه 5. یعنی الان این که سهمش یه نقطه است، یه 5 به علاوه 5 کنیم، نقطه ای که به هم رسیدن میشه 10. گرفتی چی شد؟ اینو داره میگه امیر، میگه این یه 5 اینم 2 تا 5. خب پس اگه یه 5 بذاری رو 5 میشه چند؟ 10. وای وای آقا ارتفاع این مثلث چقدر شد؟ 10. مال این یکی هم شد 10 منای 20 منای 10. این دوتا مثلث که متشابه بودن هم نهشتن. وای وای هم نهشتن یعنی عین همن، یعنی این 150 خب اونم 150 دیگه. تمام شد بدون صحبت، مرد. تجربی 1400 میگه مطابق شکل زیر به جسمی 36 کیلوگرمی که رو سطح افقی ساکنه، نیروی 177 نیوتن که افقیه وارد میشه. یعنی این چقدره؟ 177. برو. تندی جسم 4 ثانیه پس از شروع حرکت 3 متر بر ثانیه میرسن. یعنی سرعتشو داریم، سرعت اولیه‌شو داریم، زمانم داریم. خب میگه نیرویی که سطح به جسم وارد میکنه چند نیوتنه؟ بذار من در مورد این صحبت کنم. امیر اگر این جسم به راست کشیده بشه، بله، این نیرو رو تو داری وارد میکنی، بله، نه سطح. بله. وزنم که داره کره زمین وارد میکنه، مغز زمین نه سطح. سطح چیا وارد میکنه؟ سطح دوتا نیرو داره، یکی عمودی تکیگاهه، ایول، یکی دیگهش اگه باشه استکاکه که هست، که صورت سوال نگفته چشم پوشی کن، ولی پس استکاک داره. حالا یه سوالی، یه ذره بریم جلو متوجه میشین این استکاکه رو باید از راه موزب در این به دست بیارین یا از راه قوانین سادهی مثل قانون دوم نیوتن، و چرا و چگونه؟ گوش کنین امیر، وزن این چقدره؟ امشه 360. ایول سطح افقیه یا نه؟ بله. پس این باید درست مساوی امشه باشه، یعنی راه دیگه ای که نداره. نه نداره. فرضم میکنیم استکاک داریم، حالا اگرم صرف بود که نوش جونمون. اوکی. میشه خودش میشه جواب دیگه. نیرویی که سطح به جسم وارد میکنه این نیست، این نیست، اینه. برایند 360 و استکاکه. اینو هزار بار تو کلاس گفتیم. این هزار و یه بار. یعنی ما باید اینو بدونیم، یه فیثاغورس بزنیم، اینو بکشیمش بیرون.
الان مشکل اینه. اوکی. خب با ضریب استکاک داری؟ مو نداریم. خب پس هیچ کاریش نمیشه کرد. باید بریم سراغ قانون دوم نیوتن. میشه بذارین بخونیم صورت سوال ببینیم آره. نشونه ای داره یا نه؟ آره. میگه جسم رو سطح افقی ساکنه. یعنی و صفرش صفره. خب ادامهش میگه این نیرو رو میدیم 4 ثانیه بعدش رو حرکت سرعتش میشه 3. یعنی شتابش رو داری امیر. یعنی شتابش که میشه 3 به روی 4. درسته 3 4م. دمت گرم. امیر داره میگه آقا از دلتا وی به دلتا تی این در واقع از صفر به از صفر به 3 رسیده صفر میشه 3 منهای 0 تقسیم بر 4. خب یعنی 3 4م شتاب ماست. خب نیروی قالب چیه؟ 170 خب، داریم به اونم میریم دیگه. 177. مغلوب چیه؟ استکاک. 177 منهای استکاک مساوی با ام آ. تمام شد و رفت. آ یعنی همون دلتا وی به همون 3 4م. تمام شد. ایول. 3 4م ضرب در ام که این با این ساده میشه میشه 3 9 تا 27. 27 رو از 177 کم کن. میشه 150. تمام. تمام. اصلا میخوای چیکار استکاک کنی؟ استکاک ما. خب حالا اینو میخوام بریم. الان آقا الان این توان رسوندنش کار ما نیست، ماشین حساب میخواد. گوش کن بابا، نه ماشین حساب نمیخواد. امین این صفر رو با این صفر رو خدافظ. ساده کنیم انگار این 36 این 15. دلت خیلی پاکه، آفرین. خب این 36 این 15 جفت اینا رو پیدا میخوام بکنیم دیگه، مامانشونو وتر رو. خب اینو نمیدونیم. میگه خب آقا این چنده؟ صبر کن. جوون اعداد تا اونجا که میتونی ساده کن تا فیثاغورس خودش باهات صحبت کنه. فیثاغورس از اون دنیا میاد بهت میگه آقا اینو با این یه عامل مشترک پیدا کن، کوچیک کن ببینم. 36 و 15 به 3 مثلا ساده میشه. 3 اون میشه 5، این میشه ایول. اینم میشه 12. دیگه ساده تر از این نمیشه. این دیگه کوچیک نمیشه. خب امیر یه فیثاغورس به این بزن. خب این دو تا شد ازلال قائمه. پس به توان 2 جمع میکنیم جذب میگیریم یا وتر رو به دست میاریم. اوکی. 5 به توان 2 25، 12 به توان 2 144. 144 با 25 میشه 169، جذبش 13. ای بابا ببین اصلا ماشین حساب نمیخواد. حالا یه سوال، امیر 15 شده 5 یعنی شده 1/3، 36 شده 1/3. خب یعنی 36 چند برابر 12؟ سه برابر شه دیگه. اینم سه برابر اینه دیگه. آره. پس اینم با سه برابر شه. پس ضرب در سه کنیم میشه 39. 39. خب اما این یه صفر هم داشتیم، یه صفر. 390. خیرش رو ببینید. گزینه 2. حالا اینجا طراح مهربون بود. گزینه 150 رو نذاشته بود. آره. چون این حل که تمام شد رفت، من یه نکته رو بگم. ذهن خیلی میاد راست میگه. اون لحظه که ما اینجا ام آر رو گذاشتیم خیلی خوشحال اف کار در آوردیم 150. بگی این نیرو. گزینه 1 میذاش 150. آره. تو 360 که داره 150 رو مگه میذاش؟ خیلی ها ممکن بود اونو بزنن و غلط شه، ولی نیروی سطح میشه برآیند دو نیروی N و FK. این نکته این سوال نفیس آقورس اینا رو بلدی. در واقع بچه ها N و FK میشن مؤلفه های نیروی سطح. تک تک نگاهشون نکنین. دقیقا. و یادتون نره این مکانیسم فیس آقورسی رو خوب نگاه کنین. من اول صفرها رو برداشتم، بعد که برگشتم گذاشتم. آره. هیچی نیست و تا میتونستم اینا رو به عوامل ساده تر کوچولوشون کردم تا یه فیثاغورس ساده به دست بیاد. شاید به این آسونی سر جلسه این دوتا رو نتونیم به توان دو برسونیم. بله. ولی این دیگه توان دوش کاری نداره که. اصلا این دیگه ریاضیه. تو اگه میخوای این سوالو حل کنی فقط باید این قسمتش رو فهمیده باشی. تمام. تجربه 1400 وزنه به جرم ام به یک فنر که ثابتش 36 نیوتن بر متر و طولش 50 سانتی متره میبندیم و از سقف یک آسانسور ساکن آویزان میکنیم. پس یه وزنه رو به یه فنر میبندیم و هنوز وزنه رو فنر سوار نشده. دست من زیرشه، میگم هنوز وایسا. اوکی. خب تا اینجا یه چیز رو دقت کردی؟ صورت سوال رو خوندیم، حدود دو خط و نصفی رسیدیم تا اینجا، ولی اینجا پیادش کردیم. یعنی تا آخر سوال رو هی نخون، دوباره سه بار دیگه برگرد روی سوال رو بخون تا بفهمی چی گفته. چرا؟ قدم به قدم ترجمه کن واسه خودت راحت. سوال طولانیه، وسطش یهو برمیگردن عقب میگی این چی گفت، دور بگیر میشه. چون اینجا یه 50 داده، یه 65 داده، جلوتر یه 60 داده. چی میشه چی اینا؟ میخوادی؟ پیادش کن برو. این تا اینجا شد. اون ادامش، وقتی وزنه ساکن میشه طول فنر میشه 65 سانتی متر. یعنی وزنه رو ولش کن بیاد پایین یه جایی خودش رو فنر وایس ساکن شه. الان وزنه وایساده. آره. چی میبینی؟ خب توی قسمت اول تو فرضمون دستمون انگار اینجا بود، نمیذاش این وزنه با فنر با هم برهم کنش بله. کنه.
و طول این 50 مونده بود. توی این حالت دوم دستو که برداشتیم، این وزنه باعث شد این فنر از 50 طولش بشه 65. چقدر یعنی 15 سانتی متر کشیده شه به واسطه وزن جسم. پس امژه فنر را از هیچ چقدر کشید؟ 15 سانتی متر. ادامه. ادامش. حالا آسانسور با چه شتابی بر حسب متر بر مربع ثانیه حرکت کنه که طول فنر بشه 60 سانتی متر. ببینید بچه ها، این آسانسور شتاب نداره. اگر شتاب بگیره یا این جمع میشه یا بیشتر کشیده میشه. بیا امتحان کنیم. الان شما تو آسانسور وایسادی ساکنه. اگه آسانسور به بالا شتاب بگیره دیدی به پایین فشرده میشی؟ حالا اگه یه وزنه از سقف آسانسور آویزون باشه به سمت پایین کشیده میشه. پس یعنی کشیدگی بیشتر میشه وقتی که شتاب رو به بالاست. شتاب رو به بالا کشیدگی بیشتر میشه. طول همین الان 65ه. ما میخوایم 60 باشه. نباید کشیده تر شه. پس باید جهت شتاب رو بی زحمت برعکس کنیم. ببخشید. این درست. رو به پایین باشه. پس شتاب این ریختیه. بردار یک جی. جی به سمت کجاست؟ مثبت جی میشه بالا. اما این آ به سمت پایین میشه منهای جی. پس جهت شتاب همینجا معلوم شد منهای جیه. گزینه ها رو یه چک کنیم. منهای جی 2 مثبت جی، منهای جی 4 مثبت جی. 2 و 4 قطعا جواب نیست. حالا بریم سراغ اندازه شتاب. چقدره؟ گوش کنید، چشماتون رو خوب باز کنید. آقا این آسانسور همون آسانسوریه که یه شتاب رو به چی گرفته؟ پایین. و الان این کشیدگیش نسبت به این کمتره. بله. طول فنر چقدر بود؟ تو حالت دوم 65 بود. الان چقدره؟ تو آخر 60 قراره باشه. امیر این چقدره؟ تو اول 50 بود. این 60. 50 با 60 چقدر فرق داره؟ 10. یعنی این نسبت به این 10 سانتی کشیدگی داره. درست. قبوله یا نه؟ تا اینجا همه اندازه ها اوکیه. به من بگو ببینم حالا این وسطیه در حال تعادل یا نه؟ گفته میاد ساکن میشه. آره. این تعادل داره. چی باعث شده این کشیده بشه؟ وزن این جسم، یعنی امژش. اینجوری میگیم، میگیم امژه مسئول این بود که فنر را از هیچ چقدر بکشه؟ گفتیم 15 سانتی متر بکشه. حالا یه سوال، قبول داری تو فنر F مساویه با KX؟ بله. یعنی نیروی وارد به فنر و کشیدگیش با هم متناسبند. الان نیروی امژه چقدر کشیدگی داد؟ امژه 15 تا. حالا یه نیرویه، که چقدر کشیدگی داده؟ 10 سانتی متر. 10 نسبت به 15 مثل چی به چیه؟ ساده کنیم 10 به 15 مثل 2 به 3. یعنی نسبت کشیدگی تو حالتی که نیروشو نمیدونیم به حالتی که نیروش میدونیم امژه 2/3. یعنی کشیدگی این 2/3 اینه. پس نیروی اینم 2/3 نیروی اینه. نیروی این چقدره؟ امژه. پس نیروی این 2/3 امژه. چقدر از امژه دزدیده شده؟ معلومه دیگه، 1/3. این زیر سر اینه. پس آقا نیروی برایند یعنی همون MR میشه 1/3 امژه. یعنی 1/3 امژه از امژه کم شده. چقدر مونده؟ 2/3 امژه. به قول امیر یه MI هست که همون دزده است، یعنی امژه سومه که میاد امژه سوم از این دزدیده میشه، میشه 2 امژه سوم. خب اینو ساده کن ببینیم. امو با ام بزنیم، آ میشه ژ سوم، ده سوم و میدونیم منهای جیه. منهای 10/3 جی. تمام. دمت گرم. گزینه 1 جواب. ترکوندیش. آقا یه سوالی، چرا از کا استفاده نکردی؟ زرنگ بودیم. ما اینیم دیگه. میخوای حساب کن، یکم طولانی‌تر میشه ولی جواب. این کاری حساب کن. ما استفاده نمی‌کنیم. تجربه 1400 در شکل زیر جسم در آستانه حرکت رو به بالا قرار دارد و نیرویی که جسم به سطح وارد می‌کند برابر آر است. بچا چند تا موضوع توضیح بدم. اولا این جسم از طرف سطح دو نیرو دریافت میکنه که اونا برایندشون میشه نیرویی که سطح به جسم وارد میکنه. بگو. اون دوتا نیروی یکیش N یعنی عمودی تکیگاه، یکیش هم استکاک. حله. پس ما باید N و استکاک رو پیدا کنیم. بله. از اونا یه برایند بگیریم. اسمشو بذاریم R. حالا اینجا نوشته نیرویی که جسم به سطح وارد میکنه. طبق قانون سوم نیوتن نیرویی که سطح به جسم وارد میکنه با جسم به سطح برابر. پس اگر تو نیروی سطح به جسم رو یعنی برآیند استکاک و اینو پیدا کنی، همون نیرویی که جسم به سطح وارد میکنه. ادامه بده. میگه اگه این نیروی اف رو که با این برابره 20 نیوتن کمش کنیم، حالا نیرویی که سطح به جسم وارد میکنه میشه آر پریم. نسبت این آر پریم به آر بگین کدومه؟
ما همه الان نمیدونیم اف چنده. بعدم خب 20 کمش کنیم یا آر دیگه در بیاریم. خیلی کار داریم. خب آقا الان ما میخوایم آر رو تو حالت اول با همین اف پیدا کنیم. درسته؟ کرد. پس احتیاج به یه دونه ان داریم، یه دونه استکان. ان که تابلوه، همون افه. تمام شد. چرا؟ برای اینکه اگه تو اینو به دیوار فشار بدی، خود دیوارم همون اینو پاسخ میده دیگه. اگه نه این تو دیوار فرو میره. فقط مونده یه استکاک. خب اینم میتونه بره رو به بالا، هم میتونه بره رو به پایین. اما اینجا نوشته در آستانه. آستانه یعنی جسم هنوز حرکت نکرده ولی میخواد حرکت کنه. حالا موی اس کارایی داره یا موی کا؟ استکاکی استایی ماکس. یعنی موی اس ضرب در ان که همون اف، یعنی موی اس ضرب در اف، یعنی نیم اف میشه استکاک. آفرین. اما یه سوال جان، نیم اف به سمت پایینه یا به سمت بالا؟ چجوری میفهمیم؟ باید بررسی کنیم. استکاک با جهت حرکت میجنگه. باید ببینیم این جسم نیتش چیه، میخواد بره بالا یا میخواد بیاد پایین. نیت کثیفی داره، میخواد بره بالا. خب از کجا فهمیدیم؟ خودش گفته. مرسی از این نیت کثیف. میخواد بره رو به بالا، پس استکاک میگه داداش من رو به پایینم. یعنی اینجوری میفهمیم این نیم اف رو به پایینه. این چهلم که وزنه دیگه، 4 ضرب در 10. آقا پس این نیم اف به چه دلیل رو به پایین شد؟ نه به خاطر این، نه به خاطر این، به خاطر کلمه نیت رو به بالا. اینجوری موضوع. خب بگذریم. آقا یه سوال، اینجا رو خوب نگاه کن. اینجا که حرکت نمی‌کنه. اوکی. آه؟ اوکی. تعادله. ساکن. رو به پایین چی داری؟ 40 به علاوه نیم اف می‌خواد بندازه. رو بالا چی داری؟ اف میخواد نذاره بیفتن. حتما با هم برابرن. اف مساوی با 40 به علاوه نیم اف، این نیم اف بره اونور، نیم اف مساوی میشه با 40. نصف اف شده 40. اگه نصف یه چیزی 40 اف 80 دیگه تمام شد. حالا یه سوال، ان چنده؟ ان با اف برابره، اونم 80. 80. قراره این دوتا یه برایند داشته باشن، اسمش چی باشه؟ آر. این نیرویی که سطح به جسم وارد میکنه یا نیرویی که جسم به سطح وارد میکنه؟ و اما این 80 و 40 میبینی خیلی لهرن، اما یه ویژگی دارن. این چند برابر اینه؟ دو. امیر تو دلت اینو بگو دو، اینو بگو یک. یه فیثاغورس واسه ما بگی ببینیم. یک به علاوه 4 میشه 5، رادیکال 5. ایول. یعنی فیثاغورس 2 و 1 میشه رادیکال و اینه که هستین دیگه. خب آقا یک شده چقدر؟ ضرب در 40. دو شده؟ ضرب در 40. خب پس اینم باید بشه؟ ضرب در 40. 40 رادیکال 5 میشه نیرویی که سطح به جسم وارد میکنه. اسم این کلک مرغابی بود. 40 رادیکال 5. آره. و اما ادامه داستان میگوید که ما این اف رو چقدر کم کردیم؟ 20 نیوتن کمش کنیم، یعنی بشه 60، پس اینم میشه 60. آفرین. امید به چیز مهمی اشاره کرد. این اف هم همین افه. تو اگه اونو 20 کم کنی، خب اینم 20 کم کنی. یعنی ستینگت اینه. وزنم که همونه دیگه. 40 دیگه. 40. خب امیر جان یه سوال جا. ما اینجا میخوایم بدونیم این جسم ساکنه یا حرکت میکنه. قبل از هر مقدمه ای جنگ این دوتا چون مخالفن دیگه میجنگن، چند نیوتونه؟ 20 نیوتون اختلاف این هاست رو به بالا. یعنی این جسم داره با 20 نیوتون رو به بالا هل داده میشه. بله. حالا آیا این 20 نیوتون میتوانه جسم حرکت بده یا نمیتوانه؟ این بستگی به استکاک داره. آفرین. اونم استکاک ایستایی آستانه، یعنی موی اس ضرب در ان. موی اس ضرب در ان، اما همه دنیا میدونن اگه این 60 باشه انم 60. حالا این نیم چنده؟ نیم ضرب در 60 نصف 60 میشه 30. پس استکاک ایستایی ماکسیما 30 نیوتنه. یعنی این جسم اگر تا 30 نیوتن کشیده بشه به بالا یا به پایین حرکت نمیکنه. خب الان همش کلا 20 داره با 20 کشیده میشه، حرکت نمیکنه. پس این سیستم ساکن میمونه. اگه ساکن میمونه استکاک تونسته این 20 نیوتن اضافی رو خفه کنه. آره. پس استکاک 20 نیوتنه. دقیقاً. این میل حرکتش رو به کجاست؟ سیستم دوستش بره بالا. پس نیت پلیدش رو به بالاه. پس استکاک مخالفشه. تمام شد. استکاک رو به کجاست؟ پایین. 20 هم است. اینو از کف دستمون بو نکردیم ها. میدونستیم حد اکثرش 30 ولی الان که اختلاف اینا 20 این 20. الان نگاه کن 20 و 40 60 رو خفه میکنه. قبل مرز دیگه. چی شد؟ خب حالا میخوایم آر پریم رو حساب کنیم. یعنی بین 60 و 20 یه برایم بگیریم. من خیلی دوست دارم با این دو تا لهر شوخی کنم. خب امیر 60 تو 60 چند برابر 20؟ ساده کنی میشه 3 برابر. اینو بگیرید 3، اینو بگیرید 1. خب یه فیثاغورس بزن ببینیم. طبق قبل بریم میشه 1 به علاوه 9 زیر رادیکال. رادیکال 10. ایول. پس این میشه رادیکال 10. خب 3 شده چند برابر؟ ضرب در 20. 1 شده؟ ضرب در 20. پس اینم میشه 20 رادیکال 10. ایول. دمت گرم. خب این تقسیم بر این.
چون خودش گفته دیگه. خب 20 به 40 که میشه یه دوم، رادیکال 5 به رادیکال 10 به رادیکال 5 هم میشه رادیکال 2، یعنی میشه رادیکال 2 دوم، گزینه دوم و تمام. تجربه 1400 مطابق شکل زیر نوسانگری روی محور X حرکت هماهنگ ساده انجام میدهد. اگر حداقل زمانی که طول میکشد تا نوسانگر از مثبت 1 سانتی متری در جهت مثبت محور عبور کند، تا همینجا رو نشون بدیم، یعنی از اینجا در جهت مثبت عبور کند تا اینجا داشته باش خوب. و بعد به مکان منهای 1 سانتی متر برسه، یعنی از اینجا بیاد به مکان منهای 1، این میشه مسیرش. میگه این زمان حداقل 2 ثانیه باشه. بگین انرژی مکانیکی نوسانگر چند میلی ژول پی دو ام دهه. آقا انرژی مکانیکی چی بود؟ ای مساوی با 1/2 ام اومگا 2 آ 2. اینه. جرمو داری یا نه؟ 0.2 کیلوگرم. دامنه رو داری یا نه؟ بله، بر حسب اس آی میتونیم تبدیلش کنیم. و فهم مشکل اومگاه. خب اومگا هم که خودش از 2 پی تیوم، یعنی دوره رو پیدا کنیم یا فرکانس رو پیدا کنیم. 2 پی اف. ما یه چیزی رو میدونیم. میدونیم این زمانی که این تیکر رو طی کرده 2 ثانیه است. بله. و این 2 ثانیه باید کسری از زمان تناوب باشه. اونجوری میتونیم بگیم دوره تناوب چنده. خب یه چیزی رو با بچه ها اول روشن کنیم. بریم بچه ها اینجا رو نگاه کنین. فرض کنید این مسیر حرکت یه نوسانگره. من از این وسط شروع میکنم به عنوان مبدأ، به اندازه آ میرم به راست، به اندازه آ میام به چپ، بار خط نوسان. بسیار خوب. امیر، بچه ها میدونن از مرکز تا انتها هر چقدر طول بکشه؟ از این مرکز تا انتها همونقدر طول بکشه. خب حالا یه سوال، اگر من اینو به اندازه ایکس دلخواهی به راست برم، هر چقدر طول بکشه به اندازه همون ایکس به چپ برم چقدر طول میکشه؟ همونقدر زمان. چرا؟ چون تقارن داری. هر اتفاقی این ور میفته خب این ورم میفته، یعنی زمان حرکت بین 0 تا 1 با زمان حرکت بین 0 تا منهای 1 مساویه. تمام شد. یعنی اگه این باشه تی ثانیه، اینم تی ثانیه است. اینجا داستان ما اینه که از یک رفتیم به انتها، بعد برگشتیم به کجا؟ مجموع حرکت این قرمزا شده 2 ثانیه. امیر جان بیا کاری کنیم، این قرمزه رو میبینی؟ فرض کن یه زمانی طول کشیده، بهش زمان 0 تا 1 ثانیه رو، 0 تا 1 متر رو یا 0 تا 1 سانتی متر رو اضافه میکنیم. میگیم آقا یه دلتا تی به تو امتیاز میدیم. یعنی از 0 شروع کن بیا اینجا. کش اومد چقدر؟ به اندازه 1 سانتی متر و زمانی بگیم دلتا تی، یه دلتا تی بهش اضافه کردیم. درست. تو برگشت میگیم وایسا، اونی که به دادیم اون 1 سانتی متر رو پس بده، زمانش هم پس بده، یعنی دیگه نیا به منهای 1، بیا به 0، یعنی بیا اینجا. خیلی جالبه ها، انگار این تیکه رو کندیم به اینجا اضافه کردیم. یه بار دیگه نشونه بچه‌ها بده قشنگ ببینیم بچه‌ها. این تیکه ببینید دقیقاً میام بالا. این آفره. تیکه اینو کندیم، اینو کندیم، اومدیم به این اضافه کردیم. دقیقاً نگاه کنید، راحت‌تر میتونیم. خیلی ساده. زمان این آبی تو رفت و برگشت مثل زمان این قرمز است تو رفت و برگشت. شما هر چقدر اونور دومشو کندی به اونور به دومش اضافه کردی. ولی آبی خیلی راحت‌تره. چرا؟ به خاطر اینکه میشه به صورت یه کسری از دوره فهمید که این چه نسبتی داره. بذار یه نوسان رو اجرا کنیم از مرکز. ببینیم چه کسری از یه نوسان کامل. میتونیم از انتها بریم. نوسان کامل اینه. 1 2 3 4 این یه نوسانه. چهار تا پاره خط. چهار تا آ. درست. چهار تا آ. خب این یه آ، اینم یه آ دیگه، این دو آ. این نصف نوسان. پس نصف دوره تناوب هم زمانیه که طول میکشه تا این رفت و برگشت اتفاق بیفته. یعنی نصف زمان تناوب شده 2 ثانیه. خود زمان تناوب پس 4 ثانیه است. ایول. حالا اومگای ما 2 پی تیومه، میشه 2 پی 4، یعنی پی دوم. حل یا نه؟ خب امیر به توان برسون اومگا رو. میشه پی 2/4. پی 2/4. پی 2 رو چند داده؟ 10/4. یعنی اگه دلت پاک باشه جای این جانور میذاریم 10/4. این 10/4 حله. جای جرم بذاریم 0.2 کیلوگرم. 0.2 کیلوگرم. یه دوم که یه دوم. این دامنه رو به بچه‌ها بگو. خب آه 4 سانتی متره، پس میشه 0.04 متر. حالا به توان 2 میشه 16/10 به توان منهای 4. خب ساده کنیم. این میره میشه 1/10. 1/10. خب این 1/10. یه دهم با 10 بزنیم. 16/4. 4 ضرب در 10 به توان منهای 4. این بر حسب چی میشه؟ ژول میشه. حالا اینو میتونیم بنویسیم 4 دهم ضرب در 10 به توان منهای 3. حالا میشه میلی ژول. ایول. این 10 به توان منهای 3 رو بنویسید دور بشه میلی ژول. 4 دهم میلی ژول گزینه 3. تمام. خدا قوت. کشته شد.
تجربی 1400 میگه شکل زیر تصویر لحظه‌ای از موج الکترومغناطیسی رو نشون میدهد که با خب سرعت میدونیم 3 در 10 به توان 8 متر بر ثانیه در حال انتشاره. کدام مورد درسته؟ بچه ها بیایید ما دونه دونه گزینه ها رو چک کنیم ببینیم کدوم درسته. گزینه 1. امیر قبل از اینکه گزینه ها رو چک کنیم بیا یه شکلی توضیح بدیم. ببینید یکی از اینا میدان الکتریکیه، یکیش میدان مقناطیسی عمود برهمه که هم تو کلاس گفتیم هم تو کتاب درسی شکلش رو دیدیم. میدونین چیه؟ این ایکس بر حسب نانومتر داده شده. بله. و از اینجا تا اینجا 450 نانومتره. درسته. امیر میدونی یه لاندا یه نوسان کامله. یعنی از اینجاست یه نوسان تا اینجا. این تا اینجا یه لانداه. و چیزی که شما اینجا میبینی از یه لاندا بیشتره. انگار یه نیم لاندا بیشتره. بسیار خوب. یعنی یک و نیم لاندا 450. ایول. پس یک و نیم لاندا شده 450. لاندا میشه 450 به یک و نیم 300. خب. گزینه یکو بخون. لاندا 300. میگه مدت زمانی که طول میکشد که میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی یک نوسان کامل انجام بدهند 10 به توان منهای 15 ثانیه. یعنی دوره تناوب بگو. دوره تناوب میتونه مثلا اینجوری باشه لاندا به روی سی، درسته؟ لاندا همین 300 نانومتر که الان گفتیم 300 در 10 به توان منهای 9. بله. سی هم که 3 ضرب در 10 به توان 8. خب این 300 نانومتر رو باید به متر تبدیل کنیم، میشه 300 ضرب در 10 به توان منهای 9. اینجا بنویسیم 300 ضرب در 10 به توان منهای 9، اینم 3 ضرب در 10 به توان 8. بچه 300 به 3 میشه 100، 100 اینو میکنه 10 به توان منهای 7، 7 و 8 15 میشه 10 به توان چقدر؟ منهای 15. منهای 15. حل یا نه؟ پس درست زمان تناوب گزینه؟ دقیقاً درست. گزینه یک جوابه. تعجب نکن. اما بقیه رو هم چک میکنیم. 2. میگه میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در هر ثانیه 1 و نیم در 10 به توان 15 نوسان انجام میده. نه. فرکانس تعداد نوسان توی یه ثانیه است. درست. فرکانس عکس زمان تناوب، یعنی یک روی یک به روی، یاد بهتر بگیم 10 به توان 15 میشه دیگه. 10 به توان 15. اما این میگه یک و نیم. نه غلط. نه. میگه مسافتی که موج در مدت یک ثانیه طی میکنه 300 نانومتر. آقا این در مدت یک ثانیه نیست، این در مورد در مدت یه دوره است. 30 ثانیه. آفرین. یعنی در یه دوره. آفرین. اگه میخوای 300 نانومتر باشه 300 نانومتر یه لانداه. لاندا مسافتیه که موج در یک زمان تناوب طی میکنه. در یک ثانیه چقدر طی میکنه؟ 3 در 10 به توان 8 متر. اینم غلطه. 4. این موج مرئیه؟ نه. طول موجش رو نگاه کن. لاندای مرئی میدونید حدوداً بین چیکار میکنم؟ 400 تا 700 نانومتر. ولی این 300 نانومتر. زیر 400. زیر 400. مرئی نیست. فرابنفشه. نه، مرئی نیست. 3 4 2 غلط. گزینه 1 جواب. تجربه 1400 شکل زیر تصویری از موج ارزی رو در یک ریسمان کشیده شده در لحظه تی مساوی 0 نشون میده. امیر اینجا تو یه ایگرگ بر حسب ایکس داری که از موج عکس گرفتن، از نقش موجه خوش شده. تو این ما یه فاصله افقی رو داریم که 10 سانته. لاندا رو میشه پیدا کرد. رابطه داره. سرعت انتشار موج هم داریم به سمت راست هم هست. خب میگه اگر تندی متوسط یعنی اسبار برای حرکت ذره ام یعنی نوسانگر ام توی مدت 25 صدام ثانیه باشه 6 متر بر ثانیه، بگیم دامنه موج چند سانتی متره؟ اگر از ذره ام یاد میکنن به قول امیر باید شما بگید نوسانگر. چرا؟ میدونید وقتی موج عبور میکنه ذرات در مسیر موج فقط بالا و پایین میرن، نوسان میکنن. مثل یه قایقی که لنگر انداخت، اگه موج از زیرش رد شه این قایق فقط بالا و پایین میره، این قایق دیگه با موج که نمیره چون موج عرضیه. بنابراین ام میره بالا میاد پایین. حد اکثر چقدر بالا میره؟ حداقل چقدر پایین میاد؟ منهای آ. یعنی اندازش آه. خب اگر یه نوسان طول بکشه دو نوسان طول بکشه این بالاخره تعدادی آ رو طی میکنه. اون تعدادی آ مسافتی رو به وجود میارن به نام ال. اگه اون مسافت رو تقسیم بر اون زمان بکنی به تو چی رو میده؟ اسبار رو. تمام شد. خب الان ما ببینیم چیا رو داریم از رابطه اسبار و ال و تی. اسبار که داده خود شده. اسبار رو داریم 6 متر بر ثانیه. خود تی رو داریم 0 ممیز 25. پس اگه اینا رو ضرب کنیم که 4 تاش میکنه 1، 2 تاش هم میشه نیم، 1 و نیم متر میشه ال ما. یعنی مسافتی که این تی کرده 1 و نیم متره و خلاص. حالا این
چند تا آه تمام آدر میاد. چند تا آه مشروط بر این که تو بدونی این چند تا نوسان کرده. مثلا آها الان فهمیدم، قیافت رو فهمیدم چرا اینجوری کردی. اینجا رو نگاه کن توضیح بدم. آقا بیا اینو نگاه کنی، این یک پاره خط نوسانه، درسته؟ حالا وای بگیریمش مثل اون وای بود. اینجا مرکز نوسان امیر، اگر هم بچه ها دوست دارن میتونن اینجا رو بگیرن، آ اینجا رو بگیرن، منهای ها. میخوام یادآوری کنم امیر، از مرکز نوسان شروع کن، یه نوسان رو اجرا کن. خب یه نوسان کامل. از مرکز میریم به آ، دوباره از آ بر میگردیم به مرکز، از مرکز میریم به منهای آ، از منهای آ دوباره میاییم به مرکز. یعنی یک، دو، سه، چهار تا آ رو طی کردیم که یه نوسان انجام بدیم. پس مسافت طی شده برای یک نوسان چهار آست. حالا اگه کاشف عمل بیاد که این پنج تا نوسان بوده، علم میشه چی؟ پنج تا چهار آ. آفرین، پنج تا چهار آ. اگه کاشف به عمل بیاد این پنج و نیم نوسان کرده چی؟ پنج و نیم تا چهار آ، تعداد نوسان ضرب در چهار آ میشه مسافت بر حسب آ. فهمیدین چی شد؟ یعنی شما تعداد نوسان رو بدونی، تعداد چهار آ رو میدونی، اونو مساوی با چی میذاری؟ یکونیم. حل دیگه، بریم دنبال تعداد نوسان. خب چجوری باید بریم؟ گوش کنید آقا، یه سوالی بیاید ذهنتون رو پاک کنیم، من دوباره یه صفحه سیاه باز کنم. امیر جان فرض کن زمان تناوب مثلا 2 ثانیه است، به تو میگن به این نوسانگر 12 ثانیه گذشته است، چند نوسان انجام داده است؟ خب 1-2 ثانیه یه نوسان رو میده. وقتی ما 12 ثانیه داریم، بیاییم اینو به این تقسیم کنیم، میشه 6 برابر. پس یعنی ما 6 تا نوسان میتونیم انجام بدیم. یعنی؟ پس یعنی ما اگه زمانی که بهمون میدن رو به زمانی که در واقع بهش بگیم زمان تناوب تقسیم کنیم، تعدادی که ما نوسان انجام داریم به دست میاد. پس تعداد نوسان میشه زمان سپری شده به زمان تناوب. خب الان ما تو صورت سوالمون زمان سپری شدهمون 25 ثانیه است، مونده زمان تناوب رو در بیاریم. پس تعداد نوسان میشه 25 صدم به روی این تی. چنده؟ اینجا که نداریم، بریم اینجا، بریم سراغ لاندا. میدونید لاندا مساویه با وی تی. تو وی رو داری، اگه لاندا رو هم از این بکشی بیرون تیه در میاد، میذاری اینجا، تمام. بریم لاندا خب. در بیاریم. آقا منو نگاه کن، از اینجا تا اینجا 1/4 نوسان، پس مسافت پیش رویش لاندا چهارمه. پس یه لاندا چهارم، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا لاندا چهارم میشه 10 سانتی متر. 5 تا لاندا چهارم شده 10. ساده کنیم، 10 با 5 میشه 2 2 4 تا 8 تا لاندا 8 سانتی متره یا 8 صدم متر. اگه لاندا بشه 8 صدم متر، دوره تناوب ما چی میشه؟ میشه 8 صدم به ویک 4. 8 صدم تقسیم بر 4 میشه 2 صدم. خب آقا خیلی خوب شد، الان تعداد نوسان میشه زمان سپری شده به زمان تناوب. 25 صدم به 2 صدم، اشاره رو میزنی میره میشه 25 دوم، 12.5 تا نوسان، یعنی 12.5 تا 4. ایوه، یعنی 12.5 تا 4 آم مسافت الته. این همون قصه ماه. این ضرب در این میشه 1.5. خب این ضرب در اینم میشه 50. یعنی دامنه میشه 50، ببخشید میشه 1.5 50 یا 3 صدم متر. یعنی چی؟ 3 سانتی متر. تمام. گزینه 2 گرفتین. 1.5 تقسیم بر 50، 3 تقسیم بر 100، 3 صدم متر، 3 سانتی متر. گزینه 2. ایول. تجربه 1400 میگه مطابق شکل زیر پرتو نوری تحت زاویه 30 درجه با آینه تخت 1 میتابد. 30 درجه نسبت به آینه 1، نه نسبت به خط عمود. خب خب نسبت به خط عمودم داریم 60 دیگه. بس بیا اصلا حرفتو زمین نمیزنم. اینم 60. میگه پس از بازتاب به آینه تخت 2 میتابه. یعنی از این میخوره به آینه 2. خب میگه اگه تو دومین بازتاب از آینه 1، آها، یعنی به آینه 1 خورد، به آینه 2 خورد، دوباره به آینه 1 خورد و بعد بازتاب شد. دومین بازتاب از آینه 1.
خب پرتو نور موازی آینه دو بشه این. یعنی این با این موازیه. اگه این دوتا موازی باشن، این مورب، این آلفا باشه، این چیه؟ اینم آلفاه. تمام. موازی، موازی، مورب، آلفا، آلفا. اینا رو با سوال خوندیم فهمیدیم. حالا خب. آلفا بگین چند درجه است؟ بسیار. یه درسنامه کوچیک بریم واسه بچه‌ها و برگردیم. بریم. مرور. مرور. ببینید بچه‌ها، فرض کنید این آینه افقی ما آینه یکه و این آینه دوه. دوه. یه پرتوی تحت زاویه اصلی به این میخوره. اسم این زاویه اصلی رو میذاریم تتا. درست. اصلی یعنی زاویه تابش، یعنی زاویه بین پرتو تابش و خط عمود. این میخوره به آینه دو. دو بعد منعکس میشه میخوره به آینه یک، دوباره منعکس میشه میخوره به آینه دو و غیره. میخوایم بعد از چند تا انعکاس اصلی اینو در بیاریم. قانون ما این بود اصلی اصلی میده. اما چجوری؟ گفتیم اولین بازتاب و حساب نمی کنیم. این میشه اولین بازتاب، یه بازتاب، دو بازتاب، سه بازتاب. اگه این اصلی رو میخوای سه بازتاب رخ داده. درست. این حساب نیست. به ازای هر یه بازتاب یه دونه از این آلفا ها رو باید از این تتاه کم کنیم. خب حالا سه تا بازتابه. سه تا بازتاب داریم، پس سه تا آلفا رو باید از تتا بکنیم. یعنی اصلی اینجا میشه اصلی اولتون منهای سه آلفا. ایوان سه آلفا، منهای سه آلفا. این اصلی بود، چی به تو داد؟ اصلی داد. اصلی یعنی زاویه تابش یا زاویه بازتابش. اینجا رو نگاه کنید، اصلی شما چنده؟ شست. شست. این اصلی باید اصلی آخر رو به تو بده. چند تا بازتاب داریم؟ میشماریم. این حساب نیست. یه دونه، دوتا. دوتا آلفا از شستا میکنیم. این به ما اصلی رو میده. یعنی اگر این اصلی رو منهای دوتا آلفا بکنیم اصلی اینجا میشه. اما اگه یه خط عمود اینجا بزنیم این زاویه چقدره؟ این اصلیه دیگه. آها. میشه 90 منهای آلفا. آفرین، چون ما میدونیم این آلفاه. خب اصلی ما شد 90 منهای آلفا. از طرفی اصلی ما 60 منهای دو آلفاست. ایول. پس بنابراین چون دو تا بازتاب داشتیم، این حساب نیست، دو تا بازتاب داشتیم، دو آلفا از 60 کم میکنیم، اینو مساوی با اصلی اینجا میذاریم. 90 منهای آلفا شد 60 منهای دو آلفا. فقط یه موزلی میمونه، این جناب قدر مطلق رو چیکار کنیم؟ خب دو تا آپشن داری دیگه، یا مثبت بیاد بیرون یا در یه منفی ضرب شه. آسون ترینش اینه. حالا ببینیم درست تر میاد یا نه. 90 منهای آلفا 60 منهای دو آلفا است. امیر اگه اینو بیاری اینور میشه چی؟ آلفا. میشه آلفا. اینو ببری اونور آلفا میشه منهای سی. مگه زاویه منفی میشه؟ پس بیاین بی زحمت توی یه منفی ضربش کنیم، 90 منهای آلفا مساوی میشه با 2 آلفا منهای 60. ببینید چرا؟ چون اینجوری نمیشه. خب حالا این معادله خیلی راحت حل کنیم. این بیاد این ور میشه 3 آلفا، اینم بره اون ور میشه 150. 150 میشه 3 آلفا. آلفا چنده؟ تابلو 50. گزینه 3. تجربه 1400، الکترون اتم هیدروژنی در تراز این مساوی 5 قرار داره. بله. با در نظر گرفتن تمام گزارهای ممکن، کم انرژی ترین فوتونی که میتواند گسیل کند، بسامدش چند تراهرتزه؟ بچه ها میدونید الکترون از هر ترازی بیاد تراز پایین تر به شما یه انرژی میده. بله. و اون انرژی به شکل بسته HF. خب قانون مثلا میتونه اینجوری باشه. شما تصور کنید که این مثلا ستینگ تراز هیدروژنه. فرض کنید توی مساوی 5. امیر تو از 5 میتونی بیای 4، میتونی بیای 3، میتونی بیای 1. دیگه خودت میدونی. دلتا ای یعنی اختلاف این و این، اختلاف این و این یا هر کدوم مساوی با چیه؟ HF. اگر تو میخوای فرکانس زیاد چه باید دلتا ای زیاد باشه، یعنی اختلاف انرژی ترازه زیاد باشه. پس قانون ما اینه، فرکانس با اختلاف انرژی ترازه متناسبه. بله. هرچی کمتر کمتر، هرچی بیشتر بیشتر. بیشتر. این الان دنبال کم انرژی و پر انرژی دیگه. کم انرژی ترین فوتون یعنی کم فرکانس ترین فوتون. اینو دارم میگم برای اینکه فردا روز اگر گفتن کم فرکانس ترین فوتونی که میشه، اینم همین معنی رو میده. افتاد؟ بگذر. خب کم انرژی ترین فوتون یعنی اختلاف انرژی خیلی کم باشه، یعنی ترازا نزدیک به هم باشه. یعنی از 5 میای پایین
وایسا سر تیر دو قلو پیاده میشم. ایسکا بعدی نه دیگه. همین ایسکا از 5 به 4 ایسکا تیر دو قلو. خب تیر دو قلو رو بلدی؟ نه. تو تهران تو تهران یه ایسکا داریم به نام ایسکا تیر دو قلو. کجا تهرانه؟ خب دیگه این رازه دیگه. این رازه دیگه. خب آقا از 5 اومدیم به 4. وقتی به اینجا رسیدیم به اندازه کمترین مقدار یعنی ای 5 منای ای 4 انرژی فوتون آزاد میشه. پس همون اچ اف ای خودش بود ای ان بود منهای ای آر به روی ان به توان 2. خب امیر جان این یه دفعه 5 به توان 2 یه بار 4 به توان 2 تو این منفیه باعث میشه 4 به توان 2 بیاد اول. پس یعنی اگه از ای آر فاکتور بگیریم میشه 1 به روی 4 به توان 2 یعنی 16 منهای 1 به روی 25 این اختلاف انرژی مساوی با اچ اف. حالا کافیه جای ای آر و اچ هم جایگذاری کنیم این ثابت ها رو. من چند تا مورد رو به بچه ها بگم. اولا ساده ترین مخرج مشترک اینجا چیه؟ 25 ضرب در 16 400 رو بگیریم دیگه. 400 تقسیم بر این و 400 تقسیم بر این میشه 25 منهای 16 9 میشه 9 400 پس 9 400 ای آر رو بچه چه واحدی داده؟ الکترون ولت اچ الکترون ولت ثانیه. پس الکترون ولت با الکترون ولت میره فرکانس چی 1 بر ثانیه. اوکی حل. خب ای آر در 9400 مساویه با اچ اف. خب اینو ساده کنیم. امیر یه سوال جا. تو کلاس استاد منتظری تو اسکلت یاد گرفتی. اسکلت این چنده؟ 25 و نیم میشه 255. اسکلت این 765. اسکلت این 17. اسکلت اینم خودشه 3264. آقا حله اسکلت یعنی عدد بدون ممیز بدون صفر بدون توان 10 افتاد. این اعداد اسکلتاشون با هم دیگه فرق میکنه. تو اگر اسکلت جوابو در بیاری میتونی حلش کنی. درست. احتیاجی اصلا به توان 10 نداری. پس به این دوتا صفر و به این 10 به توان منهای 15 و این اعشار بگیم خداحافظ. فرکانس میشه 9 ضرب در 100 و 36 تقسیم بر اسکلت. 9 ضرب در 136 تقسیم بر 44 تا. بسیار یعنی 9 ضرب در 136 بر 16. 9 ضرب در 136 تقسیم بر 16. خب یه لحظه وایسا ببینم. خب بسیار خوب 136 و 16 ببینیم کاریم شکنم. دارم به همین فکر میکنم. امیر نگاه کن 136 رو به 2 ساده کنیم 100 به 2 میشه 50 36 به 2 میشه 18 میشه 68 میشه 68 تقسیم بر 8. دوباره به 2 ساده کن میشه 34 تقسیم بر 4. دوباره به 2 ساده کن میشه 17 به 2 یعنی 9 ضرب در 17 تقسیم بر 2. بله 9 هم با 2 ساده میشه. حالا میتونیم یه کار دیگه هم بکنیم. مثلا اینو ضرب کنیم 9 تا 9 تا 10 تا 90 تا 9 7 تا 63 تا 63 با 90 153 153 تقسیم بر 2. آقا 15 150 به 2 75 اینا میشه 1 کنیم 76 و نیم 765 میبینی؟ یعنی اسکلت جواب 765. بریم گزینه ها دو ولش کن دیگه اصلا نمیخواد توان ده. اینا خیلی پرتن. یاد گرفتی محاسبات استاد منتظری رو ببینین. اینا به دردتون میخوره. من چون از اون استفاده کردم فقط به سرعت اسکلتو براتون گفتم. اما این یه خورده تمرین میخواد. بله. حالا ای حال یه خلاصه‌ای هم ازش گفتم. خیلی هم دوست داریم میتونیم محاسبه کنیم. تو قسمت اتمی چیزی که ممکنه اذیت کنه محاسبه است. چون یه مقدار سنگینه تمام. و ما هزار بار گفتیم محاسبات استاد منتظری ببینین به خاطر اینکه اینا وابستن به اون. دماگرما وابسته است. خیلی کمکتون میکنه. تجربی 1400 در اتم هیدروژن بسامد چندمین خط طیفی در رشته لیمان برابر 8 سوم در 10 به توان 15 هرتزه. امیر رشته لیمان مربوط میشد به ترازهایی که بالاتر از یکن الکترونشون سقوط میکنه به n مساوی با 1. یعنی مثلا فرض کن از n مساوی با 2 میایم به 1. میای به 1. از n مساوی با 3 میای به 1. از یه n-ی بیایم به 1 میشه لیمان. آره. رابطه عمومی لیمان چی بود امیر؟ میگفتش یک به روی لاندا مساویه با آر در یک به روی ام به توان دو منها یک به روی امپیرین به توان دو که یه دونه از این انا بودش برای لیمان یک جای اون یک گذاشتیم و یک این ترازی که مقصد شماه. بچه ها میدونیم این ان ها میتونن 2، 3، 4 و هر چیزی بیشتر از یک باشن. مضاف بر اون این متاسفانه با لاندا کار میکنه. بله. ولی این از چی صحبت کرده؟ به ما فرکانس داده. خب بیا یه کاری کنیم. لاندا رو یه یادآوری بکنیم. بود سی اف اوم. پس اگر یک لاندا اون بذاری میشه
افسیوم و به جای لاندا و یک لاندا باید افسیوم بنویسیم. خوبه؟ حالا بچه ها این یه جایگزینی بشه، این خودشو نشون میده چون قراره یکی از این انها این بسامد رو بده دیگه. افو میذاریم، فرکانس رو که داریم، سی رو هم داریم و آرم آر رو هم داریم، یک صدوم. بچه ها فقط دقت کنید، آره این واحد آر یک صدوم نانومتر به توان چیه؟ منهای یک. یعنی توی مخرج ما یه نانو داریم که نانو باید بشه 10 به توان منهای 9. چرا؟ چون این اس آی کار شده، این اس آی کار شده، پس اینم باید اس آی بشه. امیر توانای 10 رو برای بچه‌ها توضیح بده. خب اینجا 10 به توان 15 و 10 به توان 8 ساده میشه، میمونه 10 به توان 7. 10 به توان 7 بله. اون برداریم این سمت، این 10 به توان منهای 9 این بله؟ ساده شه میشه 10 به توان منهای 7 بیاد بالا، اینم میشه 10 به توان 7. این دوتا از بین میره. پس بیا تمام توانا رو بزن. آره انگار اونور تساوی، یه 8 نهم داریم، اینورم یک، اینکه یکی چی؟ یک منهای 1 بر روی اندو داریم. خب امیر یک بر اندو رو ببر اینور، 8 نهم بیار اونور. خب میشه یک منهای 8 نهم، یعنی 1 نهم مساوی با 1 بر روی اندو. کافیه جذب بگیریم، 1 بر روی اندو میشه 1 سوم، 1 بر روی ان میشه 1 سوم، ان میشه 3. پس بنابراین سومین، انگاری که از طراز n مساوی با 3 اومده بوده به n مساوی با 1 یه همچی فرکانسی رو پرتاب کرده. تجربه 1400 در شکل زیر، کره فلزی با بار الکتریکی منفی رو پایه نارسانهایی قرار داره، ذره‌ای با بار منفی از آتابه جا به جا میکنیم. اینجوری در این آزمایش پتانسیل الکتریکی نقطه B در مقایسه با پتانسیل الکتریکی نقطه A چگونه است؟ در این جا به جایی دوباره انرژی پتانسیل الکتریکی ذره باردار چگونه تغییر میکنه؟ دو تا چیز خاصه. ببینید بچه ها، میدونید حرکت الان از آب تا به این حرکتت، درسته؟ همین میدان چجوریه؟ میدانی که این تولید میکنه، این در واقع کره بارش منفیه و میدان باید به سمتش باشه، یعنی میدانی که ایجاد میکنه در این جهته. بنابراین اینجوری که ما داریم میبینیم حرکت ما خلاف میدان بوده. بله. خب قبل از اینکه حرکت رو توضیح بدیم، توی میدان تغییرات پتانسیل چجوریه؟ ما در جهت میدان بریم پتانسیل چی میشه؟ خلاف. اگه در جهت میدان الکتریکی حرکت کنیم افت، خلاف جهتش بریم پتانسیل الکتریکی افزایش میاد. خب بیا حرکتمون رو نشون بدیم. ما خب حرکتمون اینجوریه، خلاف جهت میدان پس دیگه، پس پتانسیلمون داره افزایش پیدا میکنه، یعنی پتانسیل B از A بیشتره. بیشتره یا گزینه 1 یا 2. بسیار این الان همینو گفته دیگه، میگه پتانسیل B در مقایسه با A خب بیشتره، به قول تو 1 یا 2. اما در مورد انرژی، آقا حتی یه سنگ هم که سقوط میکنه وقتی خودش سقوط میکنه در جهت خواسته طبیعی که حرکت کنه انرژی از دست میده، و اگه خلاف خواسته طبیعیش بشه انرژی به دست میاره. یه بار منفی تمایل طبیعیش چیه؟ در خلاف جهت میدان حرکت کنه. بنابراین یه بار منفی خودش هم اینجوری دوست داره این جهتی که رفته این بره. بره. و اینم جالبه که ما از آ بردیمش به بی، یعنی در جهتی بردیم که دوست داشت. خب پس داره انرژی از دست میده. تمام شد. پس یعنی انرژی پتانسیل B کمتر از آ، کاهش پیدا میکنه انرژی پتانسیلش. بله و B از آ کمتره. بسیار خوب، یعنی کاهش گزینه 1. پس پتانسیل ما چی شد؟ بیشتر شد و انرژی کمتر شد. بیشتر کمتر، بله گزینه 1. تجربه 1400 مطابق شکل زیر، نیروی خالص الکتریکی وارد بر هر یک از ذره های باردار صفره. اگر جای بار Q3 و Q1 رو عوض کنیم، بزرگی نیروی خالص الکتریکی وارد بر بار Q2 چند برابر بزرگی نیروی خالص الکتریکی وارد بر بار Q1 می شود؟ بسیار خوب امیر، ما یه داستانی داریم. قبل از اینکه جای بارها رو عوض کنیم، یکی از چیزهایی که تو نیرو دخالت داره فاصله است. درسته. و ما هیچی در مورد فاصله نسبی این و این و این و این نمیدونیم. درسته. اول بیا قبل از اینکه هیچ دستکاری بکنیم فاصله ها رو پیدا کنیم، یا خودشون رو هم نمیدونیم نسبت بین اینها رو دقیقا پیدا کنیم. بچه‌ها میدونید اگر شما دو تا بار الکتریکی هم نام داشته باشین، میدان الکتریکی اینا در نقطه بینشون نزدیک بار کوچیکتر صفر میشه. کاملا درست. و اگه ناهمنام باشن بیرون اونها دوباره نزدیک کوچیکتر صفره. و یه قانون داشتیم که اگر ما مثلا بارهامون نسبت فرض کنیم 4 برابری داشتن، فاصله ها نسبت 2 برابری داشتن. اگه بارها نسبت 9 برابری داشتن، فاصله ها نسبت 3 برابری، یعنی جذر 9. درست. یادته این تو درسمون بوده. بنابراین دیگه اصلا تعادل میدانی چیزی نیست که الان بخوایم درس بدیم، فقط گوش بدید. آقا مثلا
اگه من یه بار آزمون اینجا بذارم، این بار آزمون در حال تعادله یا نه؟ بله. پس هر چیز دیگه هم بذارم در حال تعادله. یعنی این که بار منهای 9 میکروکولون به عنوان نمونه در این مجموعه باری در حال تعادل، حتی اگه بار آزمونم می بود بازم در حال تعادل بود. چرا؟ که اصلا کیو یک بودنش مهم نیست، مهم اینه که حتی یه بار آزمونم در حال چیه؟ تعادل. پس بیا یه نارگیل برداریم بذاریم اینجا، نارگیلم در حال تعادله. همین چی می‌بینی تو بارها؟ یه بار مثبت 4 داریم، یه منهای 36 ناهمنامن دیگه. اینها ناهمنامن، اگه بخوایم تعادل بگیریم گفتیم بیرونشون نزدیک کوچیکه، یعنی اینجا باید صفر باشه که هست. از نظر اندازه این چند برابر اینه؟ این 9 برابر اینه. پس فاصلش، فاصلش از اینجا نسبت به اینجا میشه جذر 9، یعنی این 3 برابر اینه. دقیقاً. یعنی این فاصله به این فاصله نسبت 3 برابری داره. یعنی اگر مثلا این 3x، این چیه؟ x. حالا یا تو دلت میتونی اینو بگیری 3 تا فیل، اینو بگیری یه دونه فیل، خیلی مهم نیست. خب الان خب. این شد 3x، یه x که اینجاست، پس 2x میمونه فاصله 2 3. یعنی این چقدره؟ 2x. حالا بیاد یه کاری کنیم، به x بگیم ستاره، به 2x بگیم خب ستاره. این میشه 2 ستاره، اون میشه 1 ستاره. تمام شد. این کارو با هر کدوم دیگه هم بکنی همین میشه. پس بچه‌ها میتونیم بار آزمون رو اینجا بذارید، میدان ناشی از این دوتا رو اینجا صفر کنید، این نسبت 1:2 رو به دست بیارید. من بار آزمون رو کجا گذاشتم؟ بیرون. حتی میتونید رو اونم بذارید، هیچ فرقی نداره. پس چرا؟ چون هر سه بار در حال چی هست؟ تعادل. حله هر یک از بارها، درسته یا نه؟ تا اینجا نسبت فاصله ها معلوم شد، این به فاصله ها دست نزده، فقط اومده جای چی و چی عوض کرده. دو تا بار رو جابجا کرده، اومده منهای 36 رو با منهای 9 جابجا کرده، یعنی و به فاصله دست نزده. نه. حالا میگی نیروی خالص وارد بر این چند برابر نیروی خالص وارد بر یک؟ یعنی این. بسیار خوب. امیر به Q2 چند تا نیرو وارد میشه؟ یکی از سمت Q1، یکی از سمت Q3. به Q1 چند تا نیرو وارد میشه؟ اینم دو تا نیرو از سمت 2 3. پس بیا برای هر کدوم دو تا نیرو حساب کنیم. درسته. بعد با هم چیکار کنیم؟ برایند بگیریم و نسبت بگیریم. بیا یه کاری کنیم. اول به این دو تا موجود فکر کن. بار 1 و 2. خب دخترها پسرای گلم. این مثبته، این منفیه. نیروی بینشون جاذبه است. فرض کن نیرو طبق قانون کولون چی بود؟ میدونستیم کاکیو کیو به روی R2. همینجوری دلی بگیم چی؟ F. درست. خیلی مهم نیست دیگه. پس فرض کردیم نیروی بین 4 و 9 F. در چه فاصله ای؟ 2 ستاره. 2 ستاره. F هم این مکانیسمو داره. درسته. خب حالا بیا بقیه رو نگاه کنیم. وقتی که به Q1 نگاه میکنی، Q1 میگه آقا من از این دارم نیروی چی دریافت میکنم؟ F. حالا از این چه نیروی باید دریافت کنم؟ میگیم وایسا. ببین Q1 از بار 4 در فاصله 2 ستاره نیروی چی دریافت میکنه؟ F. از بار 36 در فاصله 3 ستاره چه نیروی دریافت میکنه؟ باید بررسی کنیم. بسیار خوب. ببینیم بار و فاصله چه تأثیری میذاره. خب ببین این که دست نخورده، این یعنی ثابت. تو صورت یکی از کیوها اوکیه، اما این کیو شده چند برابر؟ 9 برابر. خب اگه شده 9 برابر، پس تا اینجا صورت کس ضرب در 9 شده. حله یا نه؟ آره. خب فاصلش تا اینجا بود 2 ستاره، حالا شده 3 ستاره، یعنی 3/2 برابر. ولی یه توان 2 داره. آها. یعنی 9/4 برابر شده مخرج. آها. یعنی مخرجم شده ضرب در 9/4. انگار صورت شده 9 برابر، مخرج شده 9/4 برابر. بنابراین کل کس شده، ساده کنیم میشه 4 9 36 9، یعنی 4. پس نیروی شده 4F. تمام شد 4F. یعنی الان ما نیرویی که از سمت 3 به 1 وارد میشه رو هم بر حسب F نوشتیم که 4F. یه بار دیگه آقا 4 به این جانور که اصلا مهم نیست چیه، نیروی چی وارد میکنه؟ گفتیم F. فرض کردیم اگه همین 4 رو بکنی 36، نیروی چند برابر میشه؟ 9 برابر دیگه. تمام شد، چون بارو کردی 9 برابر نیروی میشه 9 برابر. پس فقط به خاطر 36 شدنش صورت شد ضرب در 9. حله. حالا فاصله بوده 2 ستاره، بعد شده 3 ستاره، یعنی فاصله شده 3/2 برابر، ولی توان 2 داشت میشد 9/4 برابر. پس مخرج شد 9/4، یعنی صورت به خاطر این کیو که شد 36، از 4 شد 36 شد 9 برابر. فاصله شد 3/2 شد 9/4. خب اینو ساده کردیم شد 4F. حالا الان برای نیروی این خیلی واضحه دیگه، 0. خب اینو یواش یواش دلمون نگه داریم. اوکی. حالا بریم سراغ این. این ثابته. از طرف 9 نیروی چی دریافت میکرد؟ F.
حالا از طرف 36 شنی روی میگیم آقا اگه این 9 فقط اندازشو بکنی 36 یعنی بشه 4 برابر، پس نیرو هم میشه 4. فعلا صورت شد 4 برابر. یعنی اگر بخوایم بگیم 36 به این چه نیرو وارد میکنه، 36 میگه داداش من 4 برابر اینم، فعلا 4 برابر. فعلا 4 برابر، اما فاصله ای. 36 میگه آقا تو فاصله 2 برابر منه، من فاصلم نصف توه، یعنی از نظر فاصله ای من مخرج آرم یک دوم توه، پس نیروم چی میشه؟ یک دوم به توان دو میرسه. پس مخرج در داره یک چهارم میشه، یعنی نیروی من کلن میشه چهار چهارتا، یعنی 16 برابر 16 اف. جهتش هم توضیح بدیم، این بار منفیه، بله، این بار مثبت جاذبه. پس بچه ها 9 شد 36، خب صورت شد 4 برابر، فاصله از دو ستاره شد یه ستاره. مخرج شد یه دوم به توان دو. این 4 میاد بالا میکنه 16. جاذبش هم که جاذبه عالی. خب الان برایند بذارم اونا رو پاک کنم. خیلی واضحه دیگه، برایند وارد بر Q2 میشه 16 منهای 1، یعنی 15F. 15F اینا میشه 0. اینا میشه 0. نسبتش 5 دیگه، گزینه 4. مثبت منفی هم مهم نیست، همه گزینه مثبت. تجربی 1400 مطابق شکل زیر سه بار نقطه‌ای در صفحه XY قرار دارند و بزرگی میدان خالص در نقطه O، یعنی مبدأ مختصات 7.5 در ضرب توان 3. یه بزرگی نیروی الکتریکی که بار 1/2 وارد میکنه چند نیوتونه؟ 1/2 1/2 QQ به روی R2. آفرین بچه‌ها، در حقیقت نیروی بین این دوتا بار رو میخواد. اگر من این بار رو بدونم مسئله حله. چرا؟ برای اینکه از اینجا تا اینجا این 9 متره، درسته؟ بله. این تا اینجا 3 متره، پس من این فاصله رو دارم. خب اگه من کیو رو داشته باشم تمومه. یعنی یه قانون کولون ساده است، اما سوال ساده ای نیست. میدونین چرا؟ چون یکی دو مرحله محاسبه پیش از این داره که تو کیو دو رو بتونی حساب کنی. درسته. پس اول بیای میدان در مرکز مختصاتو که انقدر دستاویز کنیم، کیو دو رو در بیاریم و بعد قانون کولون رو بزنیم. آقا این سوال سخته یا آسون؟ از لحاظ وقتگیری سوال سخت و وقتگیریه، یعنی جز آپشنهای آخر باید باشه تو کنکور. یکی دانش کافی داشته باشه به این تیپ سوال چند لایه اول جواب نمیده، تایمتونو میکشه. این تیپ سوالا باید بذارن آخر جلسه. یعنی مثلا اگه 30 تا سوال فیزیکه، من جای شما باشم این یا 29 یا 30 که حل میکنم، نه سوال یک. سوال اول. خب یه خود کوچیکش کنیم، میبینینش دیگه چی گفتیم، حالا اونجا باشه یواشکی. امیر اول، میدان تو مرکز مختصات چی بود؟ مقدارش رو داده. بسیار خوب. چند تا چیز میدان اینجا تولید میکنن؟ یکی از سمت Q1 توی این راستا. بله. خب اول میخوای اینو نشون بدیم؟ نه مهم نیست، همین رو نشون بده. توی این خط واصلی که بینشون رسم میکنیم یه میدانی از سمت 1 تو نقطه O ایجاد میشه. خب یه سوال، این میدان چجوری پیدا میشه جهتش؟ بار مثبت آزمون رو اینجا میکاریم، این بار هم مثبته، مثبت مثبت رو دفع میکنه و این میشه جهت میدانی که 1 تو نقطه O میذاره. اما تو این نقطه بار منهای 8 بار آزمون تو رو جذب میکنه، میکشه، اینم مثبت دفع میکنه. یعنی کلا یه میدان چی داریم؟ اینجوری. درست. این میدان و این میدان قراره با هم دیگه برایند چون بشه 7.5 در 10 به توان 3. واضحه یا نه؟ بله. خب فقط یه مشکلی هست امیر. زاویه بین این دو تا بردار چجوریه؟ بگو ببینم. خب اینجا یه ذر 3، این هم یه ذر 3. انگار یه مربع. یعنی این چیه مربع؟ این انگار قطر مربعه. و این زاویه رو نصف میکنه، میدونیم 90 رو نصف میکنه و اینجا میشه 45. عالیه. از طرفی تو این قسمت پایین دوباره یه زل 4 یه زل دیگه 4، پس یه مربع دیگه اینجا دارم و این قطرشه و دوباره 90 رو نصف میکنه و این میشه 45. تمام. 45 و 45 90، یعنی اینها به هم عمودن. ضمن اینکه این هم شرایط مربع رو داره با 6 و 6، پس این هم 45. یعنی چی؟ یعنی مطمئن شدیم که این میدان و این میدان به هم دیگه عمودن و برایندشون باید بشه 7.5 در 10 به توان 3. اون به تو چی رو میده؟ بار Q2 رو. دیگه بعدش حله. بریم شروع حله. کنیم. بریم. خب آقا دونه دونه. اولا Q1 اینجا یه میدان تولید میکنه. اوکی. دافعه بودنش هم گفتیم. اوکی. خب همین فاصله این چقدر تا اینجا؟ خب 3 رادیکال 2 قطر مربع. آفرین. قطر مربع رادیکال 2 برابر زلشه. پس میشه 3 رادیکال 2. امیر کا Q به روی R2 میدان بود. کا کیو به روی R2 کارو که داده 9 در 10 به توان 9، کیومون 12 در 10 به توان منهای 6، فاصلمون 3 رادیکال 2 به توان 2، چون مترم هست. حل یا نه؟ اینو یه ساده کنم، این میشه 9 ضرب در 2. خب 9 با 9 میره. خب
میمونه یه دو. دو با 12 ساده میشه، میشه 6 در 10 به توان 3. 6 در 10 به توان 3. آقا کپی پیست. حل. تمام. حالا بار منهای 8 دافعه نه، جاذبه داره. آره. پس میگه من هستم کا کیو به روی آر دو منفی شده که نذاریم، ولی جاذبه بودنشو نشون میدیم. آرش هم چقدره؟ 4. 4 قطر یا این فاصله میشه رادیکال 2 برابر زل، یعنی 4 رادیکال 2. بسیار خوب. پس میشه کا ضرب در 8 در 10 به توان منهای 6 به روی 4 رادیکال 2 به توان 2. سادهش کنیم میشه 16 تا 2 تا. 16 با 8 ساده میشه، بالا میمونه 1، پایین میمونه 2. 2 2 تا 4 تا. 9 4 در 10 به توان 3. 9 4 در 10 به توان 3. حل اینه. میدان اینو نمیدونیم. ولی چون مثبته دافعه است. بله. یعنی یه میدان دیگه هم در این جهت داریم. امیر جان برایند این و این که بر هم عمودن باید بشه چند؟ این. 7 و نیم در 10 به توان 3. یعنی این که هست 6. حالا 10 به توان 3ش رو فاکتور بگیر. این چیه؟ 9 4. نه دیگه نمیدونیم. آهان. تکیشو نمیدونیم. برایند. کلا نمیدونیم. اسمشو میذاریم نمیدونیم. ستاره. درسته؟ خب. برایند این با نمیدونیم شده چقدر؟ 15 دوم یا 7 و نیم. آفرین. 7 و نیم رو می‌نویسیم 15 دوم. ده به توان 3 این داره، اونم داره. بس ولش کن. آخر سر یه ده به توان 3 به جواب میدیم. امیر جان پس باید بنویسیم 7 و نیم به توان 2 مساوی با اون 6 به توان 2. بله. به علاوه این نمیدونیمه به توان 2. بسیار عالی. خب آقا 15 به توان 2 225 5 4 منهای 36 مساوی با ای به توان 2. حل یا نه؟ ای پریم به توان 2. خب یه مخرج مشترک. خب امیر 4 تا 30 تا میشه 120 تا. 4 6 تا 24 تا 144. 144. 144 منهای 225 کنیم مربع کامل بهمون میده. ببین 225 منهای 144 یه دونه 81. بله میشه 9 6. خب من یادم بود اینا هم مربع کامل. 81 4م. 81 4م یعنی 9 جذرش 9 دوم. خیلیشو ببینی. این دو تا نیرو یا میدان، یا بهتر بگم میدان نه دوم رو باید به ما بده. آفرین. یعنی میدان این که نمیدونیم چقدره با این نه چهارمه جمع بشه باید بشه چقدر؟ نه دوم. نه دوم. تمام شد. یه چیز رو فهمیدیم، میدان حاضر ما نه چهارمه، یه چیزی باید باش جمع بشه که بکنتش نه دوم. خب دیگه کاری نداره که دوم مگه دو برابر این نیست. یه نه چهارم دیگه، یه نه چهارم دیگه با نه چهارم جمع شد. آفرین. یعنی میدان اینم تو اینجا چقدره؟ باید نه چهارم باشه. نه چهارم در ده توان چی؟ سه. اما میدان این مگه نبود کا کیو به روی آر دو؟ یعنی نه در ده به توان نه ضرب در کیو دو ب... کیو 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 ببخشید. آره. منظورم کیو دو همون اندیس دو. خب به روی این فاصله به توان دو، که این فاصله هم هست 6 رادیکال دو. رادیکال دو. ایول. پس به روی 6 رادیکال دو به توان دو. حل یا نه؟ اینا باید چقدر باشن؟ 9 چهارم در 10 به توان 3 سهم اون. خب همین درست ساده کنیم. میشه 36 ضرب در 2. خب 9 که با 9 میره 36 36 هم با 4 ساده میشه 9. میشه 9 ضرب در 2 پس 18. کیو میشه 9 ضرب در 10 به توان 6. 18. آره چی شد؟ 18؟ ببخشید آره ببخشید دو شو یادم رفت. بله 9 2 تا 18 تا. یه بار دیگه حساب کنیم. 9 با 9 میره. امیر این شد چقدر؟ 36 ضرب در 2. 36 با این 4 میشه 9 2 تا 18 تا. بله میشه 18 در 10 به توان 6، یعنی 18 میکروکولو. حل یا نه؟ خب الان موقعشه که نیروی بین این دو تا جانور رو حساب کنیم. امیر یه مثلث اینجا بذاریم. اوکی. ضلعای مثلث رو بگو. میخوایم فاصله رو پیدا کنیم. بله. خب میشه این به توان 2 به علاوه این به توان 2. خب این چنده؟ 6 منهای 3 3 3 به توان 2 به علاوه یه اینجا یه 3 داریم، یه 6 این 9 9 به توان 2 مساوی با میشه نه مساوی با چیه؟ این آر بهتره دیگه. آر به توان 2. خب پس آر 2 شما چقدر میشه؟ 82 که به علاوه 9 90. 90 خود آر میشه 3 رادیکال 10. درست. حالا 3 رادیکال 10 واسه کلاس کار میگم ما بعدا همون آر 2 احتیاج داریم. خب نیروش چی میشه؟ کا کیو کیو به روی آر 2. کیو کیو چیه؟ خب یکی 18 در 10 به توان منهای 6، یکی 12 در 10 به توان منهای 6. این دوتا میشه کیو کیو. یه کا هم که اینجا داریم ضرب در این نه کا کیو کیو به روی آر 2 که همون میتونیم 90 رو بذاریم. نوت. یه سه رادیکال در به توان 90. آقا این چیه؟ 90. 90 با 9 ساده میشه میشه 10. 10 هم با این ساده میشه میشه 10 به توان 8. 8 10 به توان 8 اینو میکشه میشه 10 به توان منهای 4. منهای 4 18 ضرب در 12 در 10 به توان 4 دو 16 در تا منهای 2. دو تا ممیز اومدیم این بر. گزینه 1. گزینه 1.
حل یا نه؟ روزنی یک جوابه. سوال اولش هم گفتیم استراتژیش از میدان باید استفاده میکردیم، کیو دو در میومد، بعد قانون کولون استفاده میکردیم. سخت نبود؟ نه. ولی زمانگیر بود. زمانگیر بود. همین. همین. تجربی 1400 فاصله بین صفحه های یک خازن تخت 5 میلیمتر و مساحت هر یک از صفحه ها 2 سانتی متر مربع. خازن از ماده دیالکتریک انعطاف پذیر با کاه 4 پر شده. اگه ظرفیت ببخشید، اگه فاصله بین صفحه ها 3 میلیمتر کم شه، خب 5 بود 3 تا کم شه، یعنی الان 2. یعنی میشه 2. ظرفیت خازن چند پیکوفاراد زیاد میشه؟ اپسیلون 0 رام داده. بچه‌ها میدونید ظرفیت خازن تخت هست کا اپسیلون 0 آدیوم، این رابطه ساختاریشه. که میدونی. بله. حالا این باید دوبار حساب شه. یه دفعه با فاصله دیالکتریک قطر دیالکتریک خامه دیالکتریک 5 میلیمتر، یه دفعه هم شده 2. 2. کسات کم شده. خب شروع کنیم جاگذاری. کا اپسیلون 0 آدیوم. بچه‌ها این کا و اپسیلون 0 که داده شدن هیچی، این آ مساحت صفحاته. 2 سانتی متر مربع. 2 ضرب 10 تا منهای 4 متر مربع. میلیمتر هم کردیم متر. خب این محاسبهش بچه‌ها سخت نیست، ولی یه خورده وقتگیر هست. بالاخره تو کنکور آدم وقتی میخواد دو رقم رو تو سه رقم ضرب کنه یه ذره وقتشو میگیره، اما فی لوا نمی‌کنیم، نگران نباشید. ببین مثلا الان این 2 رو دو برابر کنید میشه چند؟ 4. این 5 رو دو برابر کنید میشه 10. این با این میشه 10 به توان منهای 2. 10 به توان منهای 2 رو با این ساده کنید میشه 10 به توان منهای 10. با این میشه 10 به توان منهای 14. منهای 14. عملا شما 4 ضرب در 4 ضرب در 8.85 در 10 به توان منهای 14 دارید. یعنی 16 ضرب در 8.85 در 10 به توان منهای 14. این به حسب فاراد میده. حالا ما میتونیم انتها بیایم پیکو فارادش کنیم. من ضرب کردم شده 1.416 پیکوفاراد. خب این با فاصله 5 میلیمتر بود. خب امیر جان این الان 5 میلیمتره، تو آزمایش بعدی میشه 2 میلیمتر. سه تا کم میشه، دقت کن اینجا هول نکنی سه بذاری تو مخرج بعدی و دو بذاری. خب یه بار دیگه اونو حساب میکنیم. بله. یه ظرفیت دیگه میده اختلاف اینا دیگه. یه راه واسه حساب کردن اینه که باز دوره همین استراتژی ضربه رو بریم. یه راه دیگه هم مثلا خودتون میدونید. ببینم این مخرج این 5 بوده شده چی؟ 2. درسته. یعنی مخرج چند برابر شده؟ 2 5 برابر. درسته یا نه؟ آره. پس کسر شده چی؟ 5 دوم برابر. آوش. یعنی انگار این کسر 5 دوم اینه. یعنی 5 دوم اینه. تمام شد. یعنی اگه ضرب در 5 دوم کنی باید این شه. بزنیم بیا. درست. 3 و 5 و 4. خب. نه این که اصلا خودش حساب. اختلاف این دوتا دلتا سی میشه 2.124. پیکوفاراد یا نه؟ پیکوفاراد. ده به توان منهای 12 رو برداشتیم پیکوفاراد کردیم. واسه اینکه راحت بشه. اصلا سوال سختی نیست، ولی مشکلش اینه که از نظر جنس کلا بد عدد و بد محاسبه است. مضاف بر اون این سوال قبلا هم تو کنکور اومده. سالهای قبل. پس بنابراین الگوی تکراریه. درسته. خوب روش تمرکز کنیم. تجربه 1400 در پدیده ابررسانه‌ای مقاومت ویژه جسم با کاهش دما چه اتفاقی میفته؟ بچه‌ها ببینید ابررسانه‌ای میدونین چیه؟ وقتی که یه ماده رو خنک میکنین معمولا فلزات رو میگم معمولا، چون یه سری مواد ابررسانه هستن که تو دمای معمولی فلز هم نیستن. درسته. ترکیبی هن 8 یا 9 تا مواد ماده رو قاطی کردن، یه آلیاژ خیلی پیچیده است، ولی ولش کنید. این مقاومتش در دمای اتاق هرچی هست وقتی خنکش میکنین در دمای خیلی پایین نزدیک صفر کلوین یهویی صفر میشه. افت کنه صفر میشه. و میگن ابررسانه. زیر اون دما دیگه شما اصلا مواد نداری. صفر هم میمونه دیگه. یهو افت میکنه و دیگه هرچی کمتر کنی همون قم میمونه. مثلا اگر فرض کنید اینجا یه نمودار بکشیم، اینجا دما باشه، اینجا مقاومت. خب امیر مقاومت از یه جایی عددیه. هرچی دما رو کم میکنی مقاومت هم کم میشه. به یه دمایی میرسید به نام دمای بحرانی TSC. از اون بعد یهو صفر میشه. یعنی به صورت ناگهان باید بگیم، نه به صورت شیب ثابت و ناگهانیه. یهو صفر میشه. یهو صفر صفر هم میمونه. میمونه. حالا چی میگه گزینه یک؟ با شیب ثابت. آخ خدافظ. به صفر نه، به شیب ثابت یهو صفر میشه. کاهش مییابد دمای خاصی ناگهان میمونه، افزایش میمونه. نه نه، کاهش مییابد صفر میشه. میگه در دمای خاصی به صورت ناگهانی آره به صفر افت میکنه و با ادامه کاهش دما دوباره افزایش مییابد. نه صفر میمونه. در دمای خاصی به صورت ناگهانی به صفر افت میکنه، در دماهای پایینتر همچنان صفر میمونه. 4 خود جوابه. تجربه 1400 در مدار زیر توان خروجی باتری به ازای جریانهای 3 و 5 آمپر یکیه. توان خروجی یعنی توان مصرفی مدار.
در حالتی که ولتسنج صفر رو نشون میده، آمپرسنج چند آمپر رو نشون میده؟ خب آرمانی هم هستن ولتسنج. بذار به جای اینکه امیر ما در حالتی که ولتسنج عدد صفر رو نشون میده این چند آمپر رو نشون میده رو کار کنیم روش، اول بریم سراغ این تیکه اول. به ازای جریان های 3 آمپر و 5 آمپر این مقاومت توان یکسانی به ما میده. چیه داستان؟ نگاه کن یه دفعه درس رو مرور کنیم. بچه‌ها حواستون رو جمع کنید، این درس رو بگم قشنگ براتون. فرض کنید من یه مدار دارم مثل این. بله. مقاومت چند؟ مقاومت متغیره. باتریمون هم آرمانی نیست. یعنی چی؟ یعنی مقاومت درونی داره. امیر توان این خب میشه و ضرب در آی. درست. اگر از اینجا تا اینجا یه ولتسنج ببندی، این ولتسنج ولتاژ این یا اینو نشون میده. بله درست. چه جریانش هم حالا هر چی هست آی. توان میشه چی؟ و ضرب در آی. آی. یه لطف به من بکن. بفرمایید. ولتاژ دو سر این باتری رو بر اساس اپسیلون بگو. خب ولتاژ دو سر این باتری میشه در واقع اپسیلون منهای آی آر. خب ما اینجا چون داره مصرف میشه دیگه، ما اینجا اینو جایگزین میکنیم، میشه اپسیلون منهای آی آر ضرب در آی. اگه دلت پاک باشه این یه سهمی بد میده، یعنی یه اپسیلون آی منهای آی آر دو یا آر آی دو. حالا یا نه آی آر دو، نه آر آی دو. آر آی دو آی بتوانه بده. میخوام این سهمیه رو رسمش کنیم. پی بر حسب چی میخواد رسش؟ آی جریان. دخترم پسرم نگاه کن، آی متغیر توه. امیر جان این سهمی جمله درجه دوش منفی ضریبش. پس دستا رو به پایین. ریشه داره یا نه؟ ریشه داره. پی مساوی با صفر. خب چی میشه ریشهش؟ اونو مساوی با صفر بذار. اینو مساوی با صفر میذاریم. خب آی که میشه صفر. و یه آی صفره، اون یکی اپسیلون آرامه. اپسیلون آرامه. پس ریشه های شما یکی میشه صفر، یکی هم میشه اپسیلون آروم. حل یا نه؟ حالا اینو بکشیم. یه سهمی اینجوریه، دستاش هم رو پایینه. حل یا نه؟ خب امیر جان سهمی تقارن داره یا نه؟ قطعا. پس اینجا چقدره؟ رأس سهمیه. چقدر جریانش؟ اپسیلون به روی دو آ. از کجا گفتی اینو؟ به خاطر اینکه میدونیم زمانی که مقاومت درونی. نه دیگه اونجوری نگو، از رو ریاضیش بگو. از رو ریاضی بگم. آره. این فاصله اپسیلون آرامه. این وسط این قسمته. اپسیلون آرام تقسیم بر دو میشه اپسیلون بر روی دو آر. این فاصله میشه اپسیلون بر روی دو آر از نظر ریاضی. فیزیکیش هم یه فیزیکیش میخوام بگم آ. اگه جریان بشه اپسیلون دو آرام، توان این مقاومت چیه؟ بیشینه. خب یه سوال، مگه جریان کلا نیست اپسیلون بر روی آر به علاوه آر؟ الان شده اپسیلون به روی دو تا آر کوچیک، یعنی انگار آر بزرگم بوده. آر کوچیک که جمع شده دو تا آر کوچیک، یعنی موقعی توان ما ماکسیمومه که این آر بزرگمون همون آر کوچیک باشه. یعنی مقاومت خارجی با مقاومت داخلی باتری وقتی برابره ما بیشینه توانو داریم. اما اگه برابر نباشه توانتون از اون بیشینه کمتره. مثلا اگه یه خط افقی اینجا بزنید یه توانی غیر از توان ماکسیموم بگیرین، میتونیم به ازای این جریان و به ازای این جریان چی داشته باشین؟ توانهای برابر مساوی. امیر جان این جریان و این جریان فاصله شون از این چیه؟ برابره. یعنی از اینجا تا اینجا 10 آمپر باشه، از اینجا تا اینجا همون 10 آمپره. حالا صورت سوال گفته بود به ازای 3 آمپر و 5 آمپر توانهای مساوی میگیریم. همینه. پس 3 و 5 اینور و اونوره رأس سهمیه. یعنی اگه پی رو بر حسب آی بکشی جوون یه سهمی اینجوری داری که توی توان دلخواهی که نمیدونیم چقدره با جریان 3 آمپر همون توانو میگیری که با جریان 5 آمپر میگیری. تمام شد. دارم اینم رأس سهمیه. چقدره؟ که بیشینه رو میداد. این فاصله رو نصف کنیم. آره. یک میشه. یکی اینور یکی اینور، این 4. آفرین. یعنی به ازای جریان 4 آمپر، یعنی اپسیلون به روی 2 آر برابر 4، ما بیشینه توان رو میگیریم. تمام شد. همه اینا رو فهمیدیم. یعنی خط اول تا اینجا تا ته قصه تئوری رو گفت. میبینی؟ فکر نکن ما کم علکیم. بیشتر این علکیم. خب در حالتی که میگه ولتسنج صفر باشه، خب یعنی واسه ببینم ولتسنج الان داره آی آر رو نشون میده یا اپسیلون من آی آر. وقتی این صفر رو نشون میده یعنی چی؟ یعنی اینو انگار اتصال کوتاه کن بره. آفرین. صد بار اینو گفتیم. وقتی شما دو سر یه باتری رو با یه سیم به هم وصل میکنید مثل این، اتصال کوتاه میشه. متمت دقیقاً این صفر میشه. یعنی این منظورش. خب حالا یه سوال، آمپرسن چه عددی رو الان نشون میده تو این؟ اپسیلون آی مساویه با اپسیلون به روی آر به علاوه صفر که میشه آر. تمام شد. یعنی میشه اپسیلون به روی آر.
یعنی سوال به تو گفته وقتی دو سر باتری رو به هم وصل می‌کنی این چقدر نشون میده؟ تو میگی چی؟ اپسیلون آروم. ما نمیخوایم اپسیلون رو بدونیم. نمیخوایم آرو بدونیم. میخوام چی رو بدونیم؟ نسبت اپسیلون آروم. حالا ببینیم کلک مرغابی. آقا کلک مرغابی میگه پی برس وای. یه سهمی بود. گفتیم به ازای 3 و 5 توان برابر گرفت. این دوتا رو نصف کردیم فاصلش رو که میشد یه واحد و اینجا شد 4. این مقدار رو گفتیم اپسیلون به روی 2 آره. چرا؟ موقعی که درونی و بیرونی با هم برابر آره. چون بیشترین توان هم میده و درونی و بیرونی برابر. پس این 4 عبارت است از اپسیلون به روی 2 آره کوچیک. وقتی اپسیلون به روی 2 آره کوچیک برابر با 4، خب اپسیلون به روی آر 2 برابر اینه دیگه، یعنی میشه 2 تا 4 تا 8 دیگه. 8 گزینه 4. گزینه 4 یه چیزی نرم بگم. تجربی 1400 میگه در مدار زیر توان مصرفی مقاومت R3 یک سوم توان مصرفی مقاومت R5. مقاومت معادل مدار چند برابر R است؟ بچه اگر میخواییم مقاومت معادل این مدار رو پیدا کنیم، ببین همه مقاومت ها بر حسب R داده شدن. بله. ولی R5 مجهوله. اینو باید بدونیم چقدره. پس گیر کار R5ه و برای به دست آوردن R5 استراتژی ما استفاده از این نسبت توان است. و R5 در میاد و یه معادل میگیریم. توان میتونه R2 باشه، میتونه V2 آروم باشه، میتونه VI باشه. همشون جواب میدن. من از رهیافت V2 آروم میرم. اصلا دلیلی نداره. با این راحت ترم. تو اینجا. میخوام از تقسیم ولتاژ برم در واقع. خب امیر جان، میدونی توان از V2 آروم. ما میخوایم از این بریم. تو به من بگو ببینم. توان این میشه چی؟ توان این میشه V2 این به روی آره. خب آرشو آر بگیریم، درسته که هست، ولتاژش هم بگیریم V3، درست. پس توان این میشه V3 به توان 2 به روی R3. حالا آری R3 توان این چی میشه؟ اینو میگیریم پس V5 بله به روی R5. پس V5 به توان 2 به روی R5. انگار اگه بگیم توان مقاومت R3 به توان مقاومت R5 میشه V3 به توان 2 به روی R3 V5 به توان 2 به روی R5. حالا اینا رو دور در دور، نزدیک در نزدیک میکنیم، اینجوری ساده مینویسیم که نسبتش رو هم داریم. یک سوم اینها V3 به V5 به توان 2، درسته؟ R5 به R3 عکسش کردیم به توان 1. خب الان ما چیا رو داریم چیا رو نداریم؟ خب امیر ببین، ما الان R3 مون معلومه، آره، R5 مون خواسته شده، میخوایم الان میخوایم از تقسیم ولتاژ این نسبت رو در بیاریم. بعد که این نسبت در اومد R5 مشخص میشه. موافق این مداره یکم ساده کنیم؟ خیلی خوبه. آقا اینو نگاه کنید، این با دوتای اینا موازیه. بلد. یعنی انگار اینو این سری ان حاصلشون با این موازی. درست. خب آر و آر سری بشه، جمع میشه، میشه دو آر. یه دو آر با یه آر موازیه، میشه چی؟ ضربشون به جمعشون میشه دو آر ضرب در آر به روی دو آر به علاوه یه آر، میشه دو سوم آر. تمام شد. پس این میشه دو سوم آر. کل این جعبه شد دو سوم آر. اینم که دست نخورده آر پنجم دست نزدیم به هیچ. حله یا نه؟ حله. خب امیر جان به من بگو ببینم جان، الان اختلاف پتانسیل دو سر این، رنگمو عوض کنم، رنگمو عوض کنم دیده بشه، اختلاف پتانسیل دو سر اینو ما گفته بودیم چی؟ V3. اختلاف پتانسیل دو سر این چقدره؟ همون V3. چرا؟ چون که این مقاومت با معادل اینها و معادل این سه رفت توی جعبه، داخل یه باکس قرار گرفت. آه. و اختلاف پتانسیل دو سر این با این با معادل اینها برابره و همون V3. پس در عمل ما می‌خوایم همین V3 رو پیدا کنیم. V5 هم که همین V5ی بود که اینجا داشتیم. آره. قصه اینه. خب بچه خوب نگاه کنید، چشماتون اینجا باشه، این مقاومت مستقیم به دو سر باتری وصله. این دوتا با هم چی هم؟ سریه. سریه. حله یا نه؟ یعنی این مقاومت با این سریه حاصلش با این چیه؟ موازیه. امیر جان این مقاومت و این مقاومت برابرند یا نه؟ بله. یعنی هر ولتاژی این داشته باشه اینم همون داره. داره. میدونید اگه دوتا مقاومت ها هر چی باشن، این آر باشه اینم آر، هر ولتاژی به اینجا بدید بین این دوتا نصف میشه. الان اینجوریه، یه ولتاژی که اینجا دارین یا اینجا دارین بین این و این نصف میشه. خب یعنی بین چی؟ بین این و این نصف میشه. ولتاژ بین دو سر این رو دارین بین این و این نصف میکنید. تمام شد. خب یعنی الان ولتاژ دو سر این نصف اینه. تمام شد. مثل اینه که کل باتری دو نقطه است. آره؟ مال اینم دو نقطه است، مال این یه نقطه، مال اینم یه نقطه. این یک به دو. تمام شد. V3 به V5 یک به دو. دمت گرم. من همین رو می‌خواستم. یعنی V3
به و 5 میشه یک دوم. خب پس این میشه چقدر؟ یک دوم. یه دوم به توان دو. یک چهارم. چهارم میاد بالا. میشه چهار سوم مساوی با آر 5 به روی آر. چهار سوم مساوی با آر 5 به روی آر. آر سه آر. چهار سوم آر میشه آر 5. پس آر 5 میشه چهار سوم آر. حله یا نه؟ بسیار عالی. آقا اینم اینجا. چهار سوم. خب امیر این دوتا چی بودن؟ سری. معادلش چیه؟ خب جمعشون میشه چهار سوم آر. پس یه چهار سوم آر با یه چهار سوم آر موازیه. وقتی دوتا مقاومت عین همان با هم موازیان، معادلشون میشه نصف یکی، یعنی نصف چهار سوم آر یعنی دو سوم آر. چند برابر آر؟ دو سوم. گزینه سه. اینم از این سوال. تجربی 1400 میگه در مدار مطابق شکل زیر آ1 چند آمپر رو نشون میده؟ نگاه کنین بچه ها، آ1 جریان اینه. امیر جان، بهترین کار استفاده از قانون اوهمه. درسته. اگه من آ1 رو بخوام میتونم این وی رو در بیارم، به آر تقسیم کنم، جریان به دست بیارم. قصه خیلی ساده است، یه دونه وی آروم میخوام برم. درست میگی. پس این باید یه وی داشته باشه. بله. حالا چه جوریه امیر؟ کلن اینجا یه شهره و یه کارخونه غذاسازی، الگوی کارخونه. بله. چه غذا داریم؟ کارخونه 12 ولت تولید میکنه، بین کارگرای خود کارخونه و مردم شهر تقسیم میشه. یعنی این وی که اینجاست کسری از 12. حالا چقدرشه؟ بس سادهش کنیم بچه ها. این سه تا مقاومت رو نگاه کنیم، اگه یه جریانی از اینجا وارد بشه، این جریان از این و از این رد نمیشه. پس نتیجه جریان عبوری وقتی از سه مقاومت یکسانه، پس اینها با هم دیگه سریان. معادلشون میشه جمعشون. این سه تا رو سری بگیر. معادلش میشه 6 به علاوه 3 و 3 یعنی 12. این سه تا با همین داستان با هم چیه؟ 18. بسیار عالی. پس بذار من اینا رو خلاصه‌شون کنم. 6 در شد. آره. هنوزم یادمه که 12 بین این، بین این و بین مردم کارگرای خودش تقسیم میشه. خب امین جان الان 6 و 12 معادلش چی میشه؟ ضرب به جمع یعنی میشه 72 به 18. 4 میشه 4. اینم میشه 6 ضرب در 18 به 6 به علاوه 18. راحت سادهش کنین میشه 9 دوم یا همون چی؟ 4 و نیم. بچه خوب نگاه کنین، کارگرای یک و نیمن، یه تیکه از شهر 4ه، یه تیکه دیگه شهر 4 و نیمه. خب بذار یه کاری کنیم، کارگرا شدن 1 و نیم، یه دونه هم چی داری؟ 4 و نیم. 4 و نیم، یه دونه هم 4. تو دل اینا میتونم یه بازی ساده ایجاد کنم. امیر جان 1 و نیم چند تا نیمه؟ سه تا. میتونم به این بگم سه تا سهم. قبوله؟ چهار و نیم 9 تا سهمه. 9 تا نیم تاست. این چند تاست؟ این 8 تا نیم تاست. پس این 9 تا ستاره است و اینم 8 تا ستاره است. درست. یه ستاره من سهمه یه نیمه. درسته بچه ها؟ خب. امیر جان 3 تا با 9 تا میشه 12 تا، با 8 تا 20 تا. کلن این ستاره ها 20 تا دونن. درسته. یعنی این 12 تا 20 قسمت کن، انگار به 20 ایکس با تقسیم شه. پس 12 تقسیم بر 20 مثل 6 تقسیم بر 10 ده. 6 دهم. یعنی هر ستاره 6 دهم ولته. درسته. پس این 1 و نیم میشه 3 تا 6 دهم. اینجا میشه 8 تا 6 دهم. این چی میشه؟ 9 تا 6 دهم. 9 تا 6 تا 54 تا 5 ممیز 4 ولت. خب خیر ببینید دیگه. حالا اینو تقسیم کنیم به 6 به آر. خب 54 به 6 چند تا؟ 54 به 6 میشه 9 دیگه 9 دهم. این 9 دهم یک 9 دهم آمپر دیگه. تمام شد 9 دهم آمپر. اینم از این. حالا اگه اینجا یه دونه جریان دیگه میگفت، بعد میگفت جهنم... نسبت آی 2 به آی 1 اصلا بی جریان هم حساب کنیم. والا کای نره. این بود 8 تا 9 تا. 8 تا 8 تا 9 تا چقده؟ 8 تا 6 دهم. 6 دهم رسیده بودیم. آره 6 دهم. 8 6 تا 48. 4 8 دهم. 4 و 8 دهم بود. 4 و 8 دهم رو تقسیم بر 6 کرد. جریانش به دست تمام شد. بله یا نه؟ تمام شد. 8 6 تا 48 تا میشه 8 دهم آمپر. بذار بنویسم. 8 دهم آمپر. حل یا نه؟ حل. همین جریان این چقدره؟ قبول داره جریان این نصف اینه؟ بله. چرا؟ چون مقاومت این دو برابره. تمام شد. اینجوری هم میتونیم بگیم نصف این میشه چقدر؟ 4 دهم. بیا این 4 دهم آمپره. جور دیگه میخوایم بریم 4 و 8 دهم رو تقسیم بر 12 کنیم 4 دهم. حل یا نه؟ آره. جریان اینو میخوایم پیدا کنیم. 5 و 4 دهم رو تقسیم بر 18. تموم شد و رفت. تموم شد و رفت. آقا یه کار دیگه بکنیم. اومدیم و یه ولت متر اینجا بستن، گفتن این ولت متر چقدر نشون میده. حله یا نه؟ امیر جان این کارگرای کارخونه
1.5 میشه 3 تا ستاره دیگه، یعنی 3 تا 6 دهم. چقدر؟ 1.8 دهم. 1.8 دهم از 12 کم کن میشه 10.2. یه ولت نه اینجا ببرید، 10.2 رو نشون میده. تموم شد، یعنی همه حالت های ممکنه رو بس کرد، اصلا چیزی نداره این دیگه، این مرد، تا ابد مرد. تجربه 1400 مطابق شکل زیر، ذره به بار 2 میکروکولون با جرم ناچیز با تندی 2 در 10 به توان 4 متر بر ثانیه در جهت نشان داده شده که عمود بر میدان‌های یک نواخت مغناطیسی و الکتریکیه، مقدارهاش رو هم داده، وارد فضا این میدان‌ها میشه، نیروی خالص وارد بر ذره رو میخواد که از طرف این دو تا میدانه تمام شد. دو تا میدان آفه، دو تا نیرو به این وارد میشه، یه نیروی مغناطیسی، یه نیروی الکتریکی. نگاه کن آقا، وی در جهت امیره، درسته؟ 4 انگشت پس مغناطیس، این 4 انگشت مغناطیسی به سمت درونه، V ضرب در B مساوی با F، بارم مثبته، پس همین رو به بالا میشه Q و B. Q و B سینوس تتا، سینوس تتا چی چیکار کردی؟ گفتیم 1 میشه سینوس تتا، چرا؟ چون میگه عمود بر این میدان وارد میشه. بسیار عالی، پس میشه Q و B. به سمت پایین یه نیروی الکتریکی داریم، میدان الکتریکی رو به پایینه، F هم مساوی با Q، این رو به پایینه. تمام، این الکتریکی، این مغناطیسی، اینو حساب کنیم، اینم حساب کنیم، بعد برایم بگیریم از هم کم کنیم. آقا کیو هست؟ 2 در 10 به توان منهای 6. 2 ضرب در 10 به توان منهای 6. وی 2 در 10 به توان 4. 10 به توان 4. و بی 2 صدم. اینم 2 ضرب در 10 به توان منهای 2. خوبه؟ همین 2 تا 4 تا 4 تا 8 تا، یه 8 داریم. آره. 10 به توان منهای 4. 8 در 10 به توان منهای 4 نیوتن. اما این یک. کیو هست؟ 2 در 10 به توان منهای 6. 2 ضرب در 10 به توان منهای 6. این هم 500. این هم 500. آقا 2 تا 500 تا میشه 1000. 1000 میشه 1000 ضرب در 10 به توان منهای 6 میشه 10 به توان منهای 3، یا 10 ضرب در 10 به توان منهای 4 نیوتن. شیک در می‌نویسیم. شله؟ برای اینکه این فرمت 10 به توان منهای 4 رو در بیاریم. کم کن. میشه 2 در 10 به توان منهای 4 گزینه 3. رو به کجا سمیر؟ بالایی ضعیف‌تر از پایینیه. پس نیروی الکتریکی قوی‌تر رو به پایین. یعنی ذره اگر گفتن به کدوم سمت کشیده میشه، رو به پایین. حالا فرض کن جرم ذره رو به شما میدن. چرا جویی ها؟ جرم ذره رو به شما میدن، فرض کن 2 گرم. خب میگن چه شتابی میگیره؟ خب وقتی به ما جرم میدن، میتونیم از قانون دوم نیوتن استفاده کنیم. یعنی نیروی برآیند مساوی با ما. یعنی اون 2 ضرب در 10 به توان منهای 4 مساوی با 2 ضرب در 10 به توان منهای 3 کیلوگرم. ضرب در شتاب. تمام شد. شتاب به دست. شتاب شدم در. رو به کجاست؟ رو به پایینه. رو به پایین. چون نیرو برآیند رو به پایینه. اوکی. تجربی 1400 چی میگه؟ میگه در شکل زیر یه حلقه رسانه با تندی ثابت از یک میدان مغناطیسی خارج میشود. خب. داره میاد به سمت راست. شار مغناطیسی در هر یه میلی ثانیه 2 صدم وبر کاهش میابد. آه، یعنی این الان دلتا فی منه، یه میلی ثانیه هم دلتا تی منه. خب میگه بگین جریان الکتریکی الغایی در کدوم جهته؟ ساعت گرده یا پاد ساعت گرد؟ و نیرو محرک الغایی متوسط بگین چند ولته؟ تلاش های 3 نفر، وبر، فاراده و آقای لنز، مغناطیسی که خوندیم و شکل داده. و به ما لنز یه چیز خیلی مهم گفت. گفت آقا تغییر شاری که وبر و فاراده تعریف کردن رو ولش کن. این همیشه یه جوریه واکنش مدار. بله. که با اون تغییر مخالفت میکنه. با اون عامل به وجود آورنده میخواد، یعنی از بین ببره. یعنی یه جریانی تو این مدار باید الغا شه که جلوی اون تغییر شارو بگیره. یعنی الان مثلا توی اینجا این داره میره قاب بیرون. داره میاد بیرون. یعنی باید شاری که یعنی داره کم شه. شار کاهش پیدا میکنه. این چجوری میتونه جبران کنه؟ با میدان دیگه. آره. نمیتونه اونجا بیاره پول بهش بده. نه دیگه، مجبوره که شار رو دوباره برمیگم سر جاش. یعنی اگر تو داری میری بیرون، شارت داره کم میشه، من یه میدان در همون جهت تولید میکنم، یعنی در اون سو که کم نشه، یعنی اون مقدار رو حفظ میکنم. بنابراین باید این حلقه یه جوری جریان داشته باشه که میدانش هم در اون سو باشه. میتونیم بگیم آقا 4 انگشتمون رو در جهت جریان حلقه میذاریم، میبینی شستمون میشه چی؟ در اون سو. اگه جریان اینجوری باشه میشه در اون سو، یعنی ساعت گرد باشه. به نظر ساعت گرد میاد. خب گزینه 3 و 4 خدافظ، یا 1 یا 2. حالا بریم نیرو محرکه متوسط. یه بار دیگه نگاه کنید، اگر این حلقه باشه، میدانی که تولید کرده چیه؟ در اون سو. شست در اون سو، پیچش انگشتان ساعت گرد. اما آقا اون داستان برای اندازه نیرو محرکش
اپسیلون مساویه با حالا اندازش دلتا فی به دلتا تی. به دلتا تی بود دیگه، یه اندازه میخوام. چقدر تغییر کرده؟ 2/100 تقسیم بر 10 به توان منهای 3. یعنی یک، یعنی 1/1000. پس میشه 2/100 به روی 1/1000 میشه 20. میشه 20 ولت گزینه 2. تمام شد. 20 ولت ساعت کرد. همین. تجربی 1400، یک ماشین بالابر برای بالا بردن وزنی به جرم 50 کیلو تا ارتفاع معین از سطح زمین 2000 ژول انرژی مصرف میکنه. بچه این 2000 ژول ورودی سیستمه. اگر این وزنه از ارتفاع فوق بدون سرعت اولیه در خلاء رهاشه با تندی 8 متر بر ثانیه به زمین میرسد، بازده این ماشین رو میخواد. فرض کنید این یه ماشینه، خب یه ماشین خیلی پیچیده مثل یه جره ثقیله. خب و این جره ثقیل هم کارشه که اجسامو میبره بالا بعدن رهاشون میکنه. مقدار کاری که یا انرژی که این جره ثقیل مصرف کرد میشه چی؟ میشه دبلیو ورودی. درست. چقدره؟ 2000 ژول یا 2 کیلو ژول. 2 کیلو ژول. وزن رفت بالا. وزن رها شد، وقتی خورد به زمین اون لحظه که خورد دارای یه انرژی چیه؟ جنبشیه. جنبشیه. اون انرژی جنبشی همون کار یا انرژیه که از سیستم گرفتی، یعنی مفیدشه. دمت گرم. حالا این مفیدو به ورودی تقسیم کنیم. یعنی داستان اینه که بازده میشه این انرژی جنبشی تقسیم بر 2000. حالا این جنبشی 1/2 یک دوم ام این وی به توان 2. تمام شد. اینم یک دوم ام وی به توان 2. 50 کیلو بود. بله 50 کیلو 8 متر بر ثانیه. آقا 8 تا 64 تا 64 رو تقسیم بر 2 کنیم 32 50000 در 32 تقسیم بر 2000 1600 تقسیم بر 2000 80%. آره. حالا یادم 16 20 16 ضرب در 100 میشه 80%. 80% یعنی چی؟ یعنی همه ورودی ماشین شما که 2000 بوده آخرش 80%ش به صورت انرژی جنبشی دریافت شده از سیستم. حله. حالا اینکه اصلا گزینه شد گزینه 4. اگر تو این سوال به شما گفته بودن چند جول گرما تو این فرآیند تولید میشه، آها، اون وقت این 2000 رو بعد منهای چی میکردی؟ 1600. 1600 مفیده بود، 2000 کل بود. اختلاف اینا میشه گرما، هدر رفت، اتلاف انرژی. اون 400 جول پریده رفته از سیستم. اینجوری هم ممکنه بدن. چشماتونو باز کن. در مکانی که فشار هوا 1.26000 در 10 به توان 5 پاسکال است، یعنی PSF انقدر، خب اگر از عمق 10 سانتی متری مایعی به 53 سانتی متری بریم فشار 1.5 برابر میشه. خب اگر فرض کنیم از سطح مایع 10 سانتی بریم پایین تر، فشار ما بشه P1. درسته؟ 43 سانتی دیگه بریم پایین، یعنی به عمق 53 سانتی متری برسیم، فشار ما میشه 1.5 P1. یعنی از عمق 10 سانتی متری به عمق 53 میریم، فشار ما از P1 میشه 1.5 P1. کاملا درسته. صورت سواله میگه خب، چگالی مایع چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ میدونید که فشار روژه هاشه. درسته. حالا پیمانه ای باشه، خودشه، کل باشه، یه پسفش اضافه میشه. درست. وقتی میگه فشار 1.5 برابر میشه، فشار کل رو میگه نه فشار پیمانه ای. درست. پس بنابراین این P1 P0 به علاوه روژه هاشه. بله. و این 1.5 P1 هم P0 به علاوه روژه هاش خودشه. درست. یعنی P0 رو داشته باشی، یدک فشار بکشه. داره میگه فشار کل رو میگه. امید در اثر چی این 1.5 برابر شد؟ این اختلاف عمق. آفرین. این دلتا هاش. یعنی منظورت اختلاف عمق نه عمق. بله. بسیار. عمق. یعنی میتونیم بگیم این منهای این اختلاف فشاره و این منهای اینم عمقش میشه اختلاف عمق. پس یعنی این اختلاف فشار که نیم پیکه، یعنی به خاطر این دلتا هاش است. آفرین. دلتا پی شما به قول تو میشه نیم تا پیک. این دلتا پی این روژه هاش میشه روژه دلتا هاش. داشتیم تو درسنامه همون زیاد قبلن. داشتیم. آره. پس بیا بگیم آقا دلتا پی یعنی نیم پی یک روژه دلتا هاش. دمت گرم. خب حالا جایگذاری کنیم. رو که نداریم، جه ده دلتا هاش 43 صدم متر، نیم، حالا پی یک. پی یک فشار کل میشه پی صفر یعنی این عدد به علاوه روژه هاش، یعنی رو ضرب در 10 ضرب در 1/10. دمت گرم. رو ضرب در 10 ضرب در 1/10 اینم که پی صفرته. خب سادهش کنیم. الان آقا این چیه؟ جه رو در بگیر. یک رو. این رو رو ضرب در نیم کن. خب یه لحظه تون رفتیم، این میشه رو. آره.
رو ضرب در نیم نیم رو نیم رو نیم رو, رو بیار این ور نیم رو از 4 و 3 دهم کم کن میشه 3 و 8 رو تمام شد. اینم نیم در اینه یعنی انگار 1026 رو تقسیم بر چی میکنیم؟ دو. دو نصف بشه دیگه. 1000 به 2 میشه 500 26 به 2 میشه 13 13 513 51 و 3 دهم در توان سه این شکلی نوشتیمش. اوکی اوکی آقا 3 و 8 تمام میشه رو میشه این تقسیم بر 3 و 8. یه توضیح کوچولو بدم ببینید بچه ها دو و نیم اسکلتش چنده؟ 25. بچه ها اسکلت و استاد منتظری درس داده تو محاسباتش خیلی گفتم اینو ببینید. حالا من توضیح میدم. ببینید 25 250 25 ضرب در 10 به توان 4 اینا همه اسکلتشون مثل دو و نیمه. بله. چنده؟ 25 25 25 25 اسکلت این چیه؟ 26 26. آیا اسکلت این عددا یکیه؟ دو تای اول فرق دارن، دو تا آخر فرق دارن. اینا سه رقمی ان، اینا دو رقمی ان. ولی به هر حال اسکلتاشون فرق داره. میتونی سریع بفهمیم دو تا گزینه رو حذف کنیم. مثلا 25 و 26 با 135 و 138 خیلی فرق داره. ولی به هر حال اسکلتاشون فرق داره. یعنی امیر میگه آقا در هر صورت 4 تا گزینه با 4 تا اسکلت داری. یعنی اگر تو اسکلت عددو در بیاری مثلا تمومه. در به توان 3 تو اسکلت تاثیر نداره. ممیز تو اسکلت تاثیر نداره. از روی تو چی میشه؟ بگو. 51 ممیز 3 که این چی میشه 513 به روی اونورم 3 ممیز 8 هیچی 38 تمام شد تو دینه در بیاری. خب بچه ها نگاه کنید این عاملی که یه عامل باید پیدا کنید که تو دل اینها بتونه سادش کنه. خیلی سخت نگیرید میشه پیداش کرد. یه راه آسونش اینه که خیلی راحت 513 رو تقسیم بر چی بکنی؟ 38. یه تقسیم 3 رقم به 2 رقم واقعا چیزی نیست. رو کاغذ تو قسمت محاسبات میتونین انجام بدین. نه به خاطر تکرر محاسبه خب ما یه سری چیزا تو ذهنمون مونده دیگه میتونیم پیدا کنیم. الان مثلا 38 یه عامل 19 توش داره. دو تا 19 تاست. و 513 هم یه عامل 19 داره. 27 تا 19 تاست. یعنی در واقع این میشه 27 ضرب در 19 اینم میشه 2 ضرب در 19. 19 با 19 میره 27 دوم 13 و نیم. این اسکلتش 13 و نیمه دیگه. این 135. بله. 3 جواب. 3. حالا دقیقش اینه ها که بعد در توان سر وزن میشه کیلوگرم میشه گرم بر سانتی متر مکعب گزینه سر میده. ولی دعوا گفتم سر اسکلت اینه. یه چیز خیلی خوب توی کنکور همین اسکلت هست. وقتی گزینه هاتون هیچ اسکلت مشابهی ندارن اسکلت جواب کافیه. یعنی 2.5 25 250 گزینه 1 بهت میدن. خیلی زور نزن حتما خود 2.5 رو در بیاری. بله. هیچ گزینه اسکلت 2.5 نداره. ما کجا باید خیلی دقیق بریم؟ وقتی یه گزینه 25 یه گزینه 2.5 و یه گزینه 250 یعنی صفر رو لحاظ کردن. خیلی گزینه ها در واقع درگیری و اون اختلافشون سر اعشار و صفره. یعنی اسکلتش یکیه. اونجا مجبورید محاسبه دقیق انجام بدید. ولی وقتی اسکلت فرق میکنه محاسبه دقیق اشتباهه. تایمتون رو میکشه تو کنکور. این دعوه توانسته رو درم نیاری بازم جواب میشه گزینه 3. اینم از بله یا نه. درون لوله یو شکلی که به یک مخزن محتوی گاز وصل شده جیوه به چگالی 13600 کیلوگرم بر متر مکعب و مایعی به چگالی رو وجود دارد. اگر فشار هوای بیرون لوله 10 به توان 5 پاسکال باشد رو چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ شکل داده شده بود بچه ها. تو شکل شما جیوه قرمز است اینجاست. این بنفشه هم همون مایعیه که نمیدونیم چیه. امیر این ارتفاع حالا مقدارش مشخص داده شده. مخزن گاز چقدره؟ 80 کیلو پاسکال. میدونی که این مایع قرمزه تا این مرز ادامه داره. درست. و از این به بعد مایع عوض میشه. ما مسئله های مانومتر رو از کجا شروع میکردیم؟ نقطه مرزی. میومدیم خدشی میزدیم میگفتیم نقطه ایه که در واقع توی این لول فشار توی آ برابر با فشار توی بی. حالا بالای آ هرچی هست مساوی با بالای بی هرچی هست. یعنی آخرین جایی که میشد سوء استفاده کنی نقطه مرزی بود. میگفتیم فشار هم مساوی فشار بی. بله. خب اما رو سر آ یه دونه 20 سانتی متر جیوه یه دونه هم 80 درسته؟ در حالی که توی اونجا یه دونه پی صرف داریم به علاوه یه روژه هاش. پس 80 به علاوه یه روژه هاش جیوه مساوی با پی صرف به علاوه یه روژه هاش نمیدونیم. درسته. بله پی صرف چقدر؟ 10 تا اون 5 اینم داریم. 80 کیلو پاسکال برای این گازه. بله. به علاوه روژه هاش جیوه 13600 نگاه کنید ضرب در ژ ضرب در هاش 20 سانتی متر برابر با فشار هوا به علاوه روژه هاش اون مایه که روشو نمیدونیم روژه هاشش هم 36 صدم متره. 20 به علاوه 16 کردیم شد 36 سانتی متر. حله یا نه؟ آره. یه ساده سازی بکنیم بچه ها نگاه کنید
این الان چقدره؟ دو. دو. دو تا 136 تا 272 تا. یعنی در واقع این میشه 27 و 2 دهم ضرب در 10 به توان 3. آره. اینم فرمت 10 به توان 3 داره. 80 با 27 و 2 دهم جمع کنید 107 و 2 دهم در 10 به توان 3 میشه اونور. بله. این مساوی با. یا یه 10 به توان 3 تو این بکش بیرون. میشه 100 ضرب در 10 به توان 3 به علاوه 3 ممیز 6 دهم رو. تمام شد. این 6 دهم رو. حالا نکن چه خوشگل شد. 107 و 2 دهم و منهای 100 کنی میشه چقدر؟ میشه 7 ممیز 2 دهم در 10 به توان 3 برابر با 3 ممیز 6 رو. آقا 6 نگاه کن. 7 و 2 دهم چند برابر اینه؟ دو برابر اینه. میشه 2000 کیلوگرم بر متر مکعب. گزینه 3. اگه گرم بر سانتی متر مکعب میخواست دو. میشه 2. حل. 2 نه. نه. عدد 2. گزینه 3 بدون 3 تا 0ش. 2ش. درون لوله یوشکلی که به یک مخزن محتوی گاز وصل شده جیوه به چگالی 13600 کیلوگرم بر متر مکعب و مایعی به چگالی رو وجود دارد. اگر فشار هوای بیرون لوله 10 به توان 5 پاسکال باشد، رو چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ شکل داده شده بود بچه‌ها. تو شکل شما جیوه قرمز است، اینجاست. این بنفشه هم مایعیه که نمیدونیم چیه. امیر این ارتفاع حالا مقدارش مشخص داده شده. مخزن گاز چقدره؟ 80 کیلو پاسکال. میدونی که این مایع قرمزه تا این مرز ادامه داره. درست. و از این به بعد مایع عوض میشه. ما مسئله های مانومتر رو از کجا شروع میکردیم؟ نقطه مرزی. میومدیم خطچین میزدیم. میگفتیم نقطه ایه که در واقع توی این لول فشار توی آ برابر با فشار توی بی. حالا بالای آ هرچی هست مساوی با بالای بی هرچی هست. یعنی آخرین جایی که میشد سوء استفاده کنی نقطه مرزی بود. میگفتیم فشار آ مساوی فشار بی. بله. خب اما رو سر آ. یه دونه 20 سانتی متر یه روژه‌هاش جیوه یه دونه هم 80 درسته؟ در حالی که توی اونجا یه دونه پی صرف داریم به علاوه یه روژه‌هاش پس 80 به علاوه روژه‌هاش جیوه مساویه با پی صفر به علاوه یه روژه‌هاش نمیدونیم درسته بله پی صفر چقدر 10 توان 5 اینم داریم 80 کیلو پاسکال برای این گازه بله به علاوه روژه‌هاش جیوه 13600 نگاه کنید ضرب در ژ ضرب در هاش 20 سانتی متر برابر با فشار هوا به علاوه روژه هاش اون مایه که روشو نمیدینیم روژه هاشش هم 36 صدم متره 20 به علاوه 16 کردیم شد 36 سانتی متر حله یا نه؟ آره. یه ساده سازی بکنیم بچه ها نگاه کنید این الان چقدره؟ دو 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 تا 136 تا 272 تا یعنی در واقع این میشه 27 و 2 دهم ضرب در 10 به توان 3 آره اینم فرمت 10 به توان 3 داره 80 و با 27 و 2 دهم جمع کنید 107 و 2 دهم در 10 به توان 3 میشه اونور بله این ورم با. بیا یه 10 به توان 3 تو این بکش بیرون میشه 100 ضرب در 10 به توان 3 به علاوه 3 ممیز 6 دهم رو تمام شد این 6 دهم رو حالا نکن چه خوشگل شد 107 و 2 دهم و منهای 100 کنی میشه چقدر؟ میشه 7 ممیز 2 دهم در 10 به توان 3 برابر با 3 ممیز 6 رو آقا شیش نگاه کن 72 دهم چند برابر اینه؟ دو برابر اینه میشه 2000 کیلوگرم بر متر مکعب گزینه 3 اگه گرم بر سانتی متر مکعب میخواست دو. میشه 2 حله 2 نه نه عدد 2 گزینه 3 بدون 3 تا 0ش 2ش به مقداری یخ 0 درجه در فشار 1 اتمسفر گرما میدیم اونو به آب 20 درجه سلسیوس تبدیل میکنیم چند درصد گرمایی داده شده صرف ذوب کردن یخ شده ببینید بچه ها یخه رو اول ذوب کردیم بعدم یه ذره گرمش هم کردیم آب رو آره. یعنی یه کیو دادیم یه بخشی از این کیو صرف ذوب یعنی MLF شده یه بخش دیگه صرف افزایش دما یعنی MC دلتا تتا شده میگه این که برای ذوب کردنه چه کسری از اینه خب یعنی اگه ما کل رو داشته باشیم و اینو به اون تقسیم کنیم تمام جز به کل دیگه. آره دیگه نقشه خب بریم یه مرور کنیم اینجا بود یخ زیر صفر یخ صفر آب صفر آب صد بخار صد بخار بالای صد اول یخ صفر به آب صفر یعنی MLF LF چیه 336 کیلوجول بر کیلوگرم بعدش هم MC دلتا تتا تا 20 درجه امیر این 336 کیلوجولیه پس بیا اینم بکنیم کیلوجولی یعنی 4 و 2 دهم کیلوجول بر کیلوگرم کیلوجول بر کیلوگرم خب. یادت نره ها اشتباه میشه یه جور باشه مهم نیست چی باشه خب 336 M MLF درست اون یکی MC دلتا تتا 34 و 2 دهم دلتا تتا 20 ضربشون میشه 42 ضرب در 2
84 ضرب در ام. خب بریم یه مرور بکنیم کل قضیه ما اینه. قرار رو ببینیم این چه کسی از کله. خب یعنی الان جمع اینا میاد تو مخرج، اینا میاد تو صورت. اما یه ساده سازی بکنیم بریم عددهای معروف رو یادتونه بذارید توی صفحه سیاه مرورشون کنیم. یادتونه 21 رو اگر ضرب در 2 کنین میشه 42. ضرب در 2 84. ضرب در 2 168. ضرب در 2 336. خب قشنگ نگاه کنید الان شما 84 تو سوالتون دارین و 336. این چند تا از اینه؟ 4 تا. دو تا یعنی 4 برابر اینه. یعنی انگار این 4 تا از این است. یعنی انگار Q1 4 تا Q2. پس کل گرمای شما یه Q2 یه 4 تا Q2. یعنی 5 تا Q2 تو مخرج. چی این رنگ آخه؟ مخرج 5 تا Q2. حالا این که قراره بررسی بشه چه کسی از کل 4 تا Q2. 4 تا Q2. بیاد تو صورت. خب 4 نسبت به 5 4 پنجم 8 دهم 80 درصد گرما صرف ذوب کردن یخ شده. چند درصدش صرف افزایش دما شده؟ 20 درصدش دیگه. یک نسبت به 5. 1 پنجم 20 درصد. تجربی 1400 جرم دو میله مسی استوانه این شکل آبی با هم برابره. طول میله آ 3/4 طول میله بیه. دو سر این میله ها رو هم بین دو منبع گرما قرار میدیم که اختلاف دما در دو سر میله ها با هم برابر باشه. این دلتا تاش یکی. امام هم که گفته یکیه. میگه آهنگ شارش گرما در میله آ چند برابر آهنگ شارش گرما در بیه. بچه آهنگ شارش رو دیده بودید. میشه اچ میشد کا دلتا تا بروی ال. یه دلتا تی بود که اومده تو مخرج کیو. خب این میخواد تو آبه با هم مقایسه بشه. این نسبته. اولا گفته میله مسی، پس کا هیچ فرقی واسه هر دو نمیکنه. دلتا تتا گفته اختلاف دما یکیه، پس اینم فرقی نمیکنه. یعنی فقط آ و ال مهمه. پس اچ آ به اچ ب میشه آی آ به آی ب، ال ب به ال آ، با ب با ال عکسه. درست. اینو میخوام برآورد کنیم. امیر در مورد ال ب و ال آ صحبت کرده. تمام 3 4 طول میله آ 3 4 بیه. یعنی مخرج 3 4 صورته. یعنی این 4 سوم این کس. تمام شد. این مهمه که در بیاد. بذار در مورد این یه توضیحی بدم. یه ذره کلک داره. سطح مقطع. آقا یه استوانه به طول ال و مقطع آ رو تصور کنین که با خمیر ساخته شده. حالا این استوانه رو میتونین بگیرین بکشینش یا فشارش بدین. خب جرم عوض میشه؟ نه. چی عوض ثابته. میشه؟ این طول و اون آی که تغییر میکنه. یعنی طول مقطع بله ولی جرم نه. حجم نه. نه. حجم یه جنس تغییر نمیکنه. چرا؟ چه گالی میشه جرم تقسیم بر حجم. شما میگید این مس میمونه بکشیمش. پس رو همونه. میگید آقا جرم تغییر نمیکنه با کشیدن. خب پس چجوری هش تغییر میکنه؟ نمیشه. پس در واقع این دوتا که جرم برابر دارن کوش کجانه جرمشون برابره. پس حتما حجمشون هم برابره. حالا یه سوال. حجم یه استوانه میشه قاعده ضرب در ارتفاعش. ببین طول میله آ گفته 3/4 طول میله ب. یعنی هش که میشه قاعده ضرب در ارتفاع برای یکی ارتفاع که همون طوله 3/4 اون یکیه. باید قاعدش چی باشه که همون حجمو بده؟ 4/3 باشه. آفره. عکس نسبت طولها باشه. ما میگیم برای یکی ما داریم آ ضرب در ال. برای اون یکی اگر ال بشه 3/4 ال باید این بشه 4/3 آ که 4/3 با 3/4 بره بشه همون آ ال. پس اینجا نتیجه میگیریم اونی که طولش 3/4 برابره سطح مقطعش 4/3. ایول. حالا که گفته طول این آ 3/4 ب، پس مقطع آ 4/3 ب. یعنی این آی آ به آی ب میشود 4/3. این ال آ که 3/4 ال ب بود که مخرج گذاشتیم نسبت به اون. خب این نسبت خیلی ساده میشه. این میشه 4/3، اینم میشه 4/3. خب 4/3 ضرب در 4/3 16 نهم 4 جواب ماست. اینم از این سواله 1400.